خب درود و عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزانی که همکنون صدای من رو میشنوند و عزیزان دیگری که در آینده صدای من رو و عزیزان دیگر همچون بانو سوهان، پویا جان و کاوشیان عزیز رو خواهند شنید. بانو سوهان، حضور دارید شما همکنون یا خیر؟ بله، من هستم عزیز. خب پس میتونید مدیریت اتاق رو به عهده حتما بگیرید. سپاس. موج جان، خود شما میتونید یه به اختصار موضوع رو توصیف کنید و بعد با کاوچان ادامه بدید. بله سپاسگزارم. خب در مورد دین عزیز اسلام، به اون نوعی که ما از کودکی شنیدیم و در مدارس برای ما در کتب دینی به نوعی شرح داده شد، اختلافهایی رو میابیم زمانی که ما خودمون بخوایم رجوعی داشته باشیم به کتاب مقدس که قرآن باشه و سایر کتب اسلامی که به نوعی کتب روایی و تاریخی این دین عزیز اسلام هستند. امروز ما فحاشی های بسیاری رو وقتی که به نوعی یک سری تابو شکنی ها و یک سری تقدس زدایی ها صورت میگیره رو از جانب افرادی که به نوعی یک تعلق خاطری دارن به این دین عزیز میبینیم. برای اینکه ما بخوایم یک سمت سوی بدیم به موضوع اتاق امشب، ما این فحاشی هایی رو که از جانب پیروان این دین میبینیم، یک پلی رو به وجود میآوریم به کتاب مقدس این عزیزان و همچنین کتب روایی و تاریخی این دوستان عزیز بزرگوار که امروزه وقتی به فرض مثال من موری، کاوشجان، بانوسوان، پویا جان در مورد مواردی که جزء آن بازه‌ای و جزء آن حیطه‌ای محسوب میشن که به نوعی ما اینها رو در دایره حوزه زندگانی یک شخص میتونیم ببینیم، اما این دایره محدود زندگانی یک شخص به نوعی برای تمام مردم کره زمین در نظر گرفته میشه. وقتی که ما جزئی تر بخوایم پیش بریم در آن چیزی که در نظر گرفته شده برای تمام مردم کره زمین، به مواردی برمیخوریم که این موارد شاید در روزمرگی من موری، بانوسوان، پویا جان، کاوش جان هیچ گونه جایی نداشته باشه. خب من 4 مثال آوردم از 4 شخصی که این 4 شخص هیچ کدومشون به دین عزیز اسلام باورمند نیستن و در طول زندگی روزمره خودشون از این الفاظی که خدایی که این دنیا رو به وجود آورده استفاده نمی کنند. خب در بین دوستان عزیز مسلمان هم افراد بسیاری وجود دارند که از واژه هایی که خدایشون در نظر گرفته برای بنده های خودش همچنین استفاده نمی کنند. خب حالا اینجا یک سوالی به وجود میاد، آیا من موری، سوان جان، پویا جان، کاوش جان در یک راستا دارن حرکت میکنن با اون افرادی که باور دارن به این دین عزیز یا خیر؟ این سوال اوله. چرا دارم این سوال رو میپرسم؟ از این روی افرادی که پیروان دین عزیز اسلام هستند با توجه به اون آیاتی که ما در قرآن میبینیم و با توجه به اون مواردی که در سیره رسول بزرگوار اسلام میبینیم و علل خصوص در بین دوستان عزیز شیعه آن چیزی که در زندگی امامان به اصطلاح معصوم و مظلوم میبینیم، دقیقا برآمده از آن چیزی هست که برای ما مقدس شمرده شده و آن چیز مقدس شمرده شده امروزه در تضاد با اخلاق من انسان هست. به فرض مثال وقتی که
الله که قادر مطلق هست در آیه 5 سوره جمعه میگه مسئله کسانی که تورات بر آنها حمل شده و بدان عمل نمی کنند مثل اون خریه که کتاب هایی که داره حمل می کنه و بد داستانیه و این داستان داستان همون مردمه که آیات خدا رو به نوعی دروغ شمردند. این یک بی احترامیه که من موری هرگز نمیام این بی احترامی رو بکنم به افرادی که به نوعی یک اندیشه دیگری رو دارند، اما خدا آمده این بی احترامی رو انجام داده. یا در آیات دیگر در 28 توبه این خدایی که قادر مطلق جهان رو به وجود آورده میگه ای کسانی که ایمان آورده اید مشرکان نجسند و از سال بعد این مشرکان نباید به مسجد الحرام نزدیک بشن. و میگه اگر از بینوایی میترسید خدا اگه بخواد به فضل خودش شما رو بینیاز میکنه. یعنی بازم اینجا داره فحاشی میکنه، بازم داره یک سری از افراد رو به نوعی کثیف خطاب میکنه در اون اندیشه خودش. یا در 55 انفال میگه هر آینه بدترین جنبندگان در نزد خدا اونهایی هستند که کافر شدند و ایمان نمیارند. خب چرا یک انسانی که با توجه به اون چیزی که خدا هم قادر مطلق که الله هست بهش داده، یعنی مغز، و همیشه در مغز انسان شکل میگیره و انسان با توجه به همون مغزی که داره و میتونه اون قوت ادراک خودش رو داشته باشه که بتونه از این موهومات دل بکنه، چرا وقتی کسی که یه همچین موهبتی رو داره و میتونه این چیزها رو موهوم خطاب بکنه و ازش دل بکنه باید بدترین جنبندگان خطاب بشه؟ و یا آیات بسیار زیاد دیگری که در قرآن وجود داره که این کتاب آسمانیه، آیاتی مثل 30 توبه یا آیات دیگری مثل 161 بقره یا 171 بقره که اونجا دیگه علنا میاد میگه مثل این کافرانی که هستن مثلشون این مثل اون حیواناته. این فحاشی ها بسیار زیاده. حالا من به چند نمونه از این آیات اشاره کردم، سعی میکنم در دور بعدی هم به چند نمونه دیگر از این آیات اشاره بکنم و بعد از پس این آیاتی که فحاشی درشون وجود داره برسیم به سیره رسول که ببینیم این رسول بزرگوار که خیلی از ما زندگانی این عزیز رو نمیشناسیم و او رو مقدس شمردیم چه فحاشی هایی در زندگیش وجود داشته که برآمده از همین آیاته و این فحاشی ها چگونه دامن امامان به اصطلاح معصوم و مظلوم رو گرفته و از پس این امامان معصوم و مظلوم که فحاشی میکردن چگونه امروز مسلمینی که شیعی هستند، شیعه هستند و دو آتیشه هستند به جای اینکه روی بیارند برای اینکه بتونن اندیشه خودشون رو از طریق استدلال و منطق روی کار بیارند دست میزنم به فحاشی و اعمالی که مورد پسند نیست. سپاسگزارم بانو سوان. ممنونم موری جان. کاوه جان شما هم مایلید ورود به بحثی داشته باشید عزیز؟ با درود و سلامتی. البته از دوستان معذرت میخوام که من گلو دردی بسیار شدید دارم، امیدوار هستم صدای من ناراحت کننده به عزیزان نباشم و نمیتونم با سرعت و انرژی زیاد صحبت کنم، فقط در حد توان خودم کوشش میکنم به حرفم. موری جان آیات زیادی را بیان کرد. خب ما یک لیستی از فحاشی ها و ناسزاهای علای تازی در قرآن داریم که تقریبا حدود فکر کنم 40 چند تا آیت هست که مستقیم فحاشی کرده و ناسزا گفته. اگر از سوره بقره شروع کنیم، در سوره بقره آیه 10 میگه که کافران مرضی هستند، در دلهایشان مرضی است و الله بر مرضشان افزود
یعنی میگه اینها مرضی هستند، عقده دارند، در دلشان است و الله میای چی میکنه بر مرضشان میافزاید. هم لجوج بودن خودشان نشان میده من حیث یک انسان تازی، نه من حیث خدای خالق جهان، و همچنان چی میکنن؟ توهین میکنه که اینا مرضی هستن. سوره بقره آیه 13 همچنان بازم تکرار میکنه، سه آیه بعد از آیه 10 میگه اینها همان ابلهانند، احمقانند، ولی نمیدانن، نادان هستن، ابله هستن. فرض کنید خدا میای فحاشی میکنه، نمیدانم که چگونه مسلمانان چون این موجودی را که مانند انسان میای فحاش میتن ایره خدا میدانن. برای ما بسیار جالب است، ما خدای فحاش نداشتیم. و در سوره بقره از دو آیه بعد آیه 15 هم چی بیان میکنه؟ الله تمسخرشان میکنه، که آخونده مالکشی میکنن، میگه این جواب تمسخر، تمسخر نیست، استهزا، واژه استهزا را استفاده کردن. استهزا یعنی به تمسخر کشیدن و در طغیان باقی میمونن به خاطر این الله، چون الله تمسخرشان میکنن و خدای تمسخر کننده. خب حتی همین صفت تمسخر، وقتی ما بگیم ما انسانی را تمسخر میکنیم، این یک صفت خوب برای انسان نیست. حتی برای انسان تمسخر کردن صفت خوب نیست. ما در افغانستان برش میگیم ریشخند کردن. خب ریشخند ما وقتی میکنیم که انسان اکادمیک نباشیم، انسان بی سواد باشیم، انسان لاوبالی، یا همان انسان میتونم بگویم نادانی باشیم. خب تمسخر کردن کار انسان دانا نیست. اما الله میآید و تمسخر میکنه در سوره بقره آیه 15. خب و در سوره بقره همین سوره آیه 118 میگه که و نادانان گفتند چرا الله با ما سخن نمیگوید. نادان، یک بار دیگر نادان خطاب میکنه به کسایی که در برابرش انتقاد میکنه. شما میدونید که اینها منتقدین خود را یا به تیغ میکشن، یا قمکاری میکنن، یا هم چی میکنن؟ توهین میکنن. دیگر راهی ندارن، چون میدونیم که هر چیزی که از سوال کردن بترسه باید در واقعیت شک کرد. اگر دینی باشه که از سوال کردن بترسه باید در واقعیت شک کرد. اگر ایدئولوژی باشه که از واقعیت بترسه، از نقد بترسه، باید شک کرد در برابرش. چون وقتی مطمئن باشه که من واقعیت هستم، دیگر از شک نمیترسه، از نقد نمیترسه. میشه در مورد شک کرد، میشه نقدش کرد. خب او قدرت داره. خدایی که کسایی که نقدش میکنن به اونا میگه بزینه و خوک و نادان و نمیدونم فلان و بهمان. فرض کنین که چگونه موجودی میتونه باشه؟ کافران مثل حیواناتی هستن که فلان و بهمان. همین سوره، سوره بقره آیه 171 یک بار دیگر توهین میکنه به کافران. و سوره اعراف آیه 176 کسایی که میگه قرآن را میخوانن و عمل نمیکنن و میخواین بگن که کتاب حرزه‌ای است، مانند سگی هستن که میجفن. بله، منتقد قرآن مانند سگ است، کسی که قرآن را قبول نداره و میخوانه و نقدش میکنه. سوره اعراف آیه 176 و در این سوره، سوره اعراف آیه 179 میگم کافران مانند چارپایان هستن، که در سوره انفال آیه 55 دیگه اونجا بیخی خرابی میکنه، میگه که کافران بدتر و گمراهتر از چهار پایان هستند. معلوم دار است که این طرف وقتی آیات را مینوشته از عقده های خودش، از ناتوانی های خودش در آیات قرآن مشخص میکرده که یک انسانی است که ناتوان هست. زیادی جایا عوض کرده، آرزو کرده، امتحان کرده، ناکام شده در قرآن، ناکام شده، نتیجه بد به دست آورده. فکر میکرده که نتیجه خوب به دست میاره، اما نتیجه بد به دست آورده. اما موضوع جنگ که میگه نمیدونم اگر این قدر از شما باشه به این اندازه را شکست میده، اما امروز الله دانست، امروز الله آگاهی حاصل کرد که نه، در شما ضعف وجود داره. در سوره انفال مشخص است که اگر انسان نادان بوده، نه خدای جهانی که
گویا خورشید و فلان بهمان را برای ما فریده باشه و اینجا بیاید جا بمونه در بین چند تنی که برای جنگ میکنند. گفته کافران مانند خران وحشی هستند که از شیر میگریزند. بفرما مسلمان ها شدن شیر، ما شدیم خر وحشی. شاید باورتون نشه این سخن یک کودک نیست، سخن الله از سوره مدثر، سوره مدثر آیه 51 54. ما شدیم خر وحشی، مسلمانان آخوندا و داعش و طالب شدن چی؟ شیر. میبینید هیچ وقت خدا به بنده خود، به بنده خودش خر و شیر خطاب نمیکنه. ناممکن است که چنین خدایی وجود داشته باشه. میبینید این صفات را ما به انسان ها میدیم، یکی از خواص انسان ها است، یک خاصیت انسانی هست. وقتی ما میخوایم بگیم او طرف مثل شیر شجاع است، یا شیر زن میگن، مثلا شیر مرد میگن، اینا از زبان بشر هستن. این زبان بشر است، کاملا مشخص است که به انسان بد خر میگیم، به انسان خوب شیر، در حالی که هر دوش حیوان است. الان خدا تبعیض میان خر و شیر را ببین بابا جان، هر دو حیوان را خودش آفریده، جناب آقای الله یا امان محمد تازی اینجا آمده تبعیض ایجاد کرده که خر بد از شیر خوب است. نه تنها به حیوان و به انسان ها توهین کرده در این کتاب خود، در سوره لقمان به خر توهین کرده بابا، گفته بدترین صدا صدای خر است. یعنی صدای خر خودم می سازم، خر خودم صدا می دم، همون چسقان چسقانی که می کنه، بعد میگم بدترین صدا صدای خر است. اگر صدای خر بدترین صدا است، پس تو الله یه نادان نتونستی بر صدای مانند بلبل بتی بسان بلبل، یا بسان امام زمانی که حداقل وقتی از شکم مادر میبره یک کلمه میخونه در کتاب کمال الدین ذکر شده که امام زمان هم یکی از ران مادر ببخشین تولد میشه با کلمه خواندن شروع میکنه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، اشهد ان محمد خب میتونستی با امام زمان و امکانات را دادی، خب بخرم میدادی دیگه، چه فرقی هست میان اون دو پدیده؟ حداقل خر که وجود داره، امام زمان وجود هم نداره. و در سوره محمد آیه 12 هم میگه که کافران همچون چهار پایان میخورند و دوزخ جایگاه اونست. الان فرض کنین که فرهنگ مسلمانان که غذا میخورند و فرهنگ کافران که غذا میخورن، اگر شما این دو اخلاق را با هم مقایسه کنین، بسیار براتون جالب است که الله نمیدانسته که نه این که کافران مثل چهار پایان میخورن، بلکه واقعا خوردن، آشامیدن، تمام اینها از مسلمانان شبیه انسان نیست. البته من معذرت میخوام از دوستانی که خانواده های مسلمان دارن، میبینیم که یکی موضوع سنت و فرهنگ است. در سنت فرهنگ ما فارسی زبانان، مردم خراسان، مردم آریانه کبیر و ایران، هیچ وقت نبوده که ما در کف دست ما نان را بگیریم و در دهن ما فرو کنیم، نبوده. اما از وقتی که اسلام بالای ما حاکم میشه، حتی غذا خوردن ما، یا همون خب غذا گفتن نگوین چون غذا و شاش شطور میگن، ما الان عادت کردیم، خوراک خوردن ما شبیه کی است؟ شبیه سپاهیان اسلام است، شبیه همون تازی هایی است که حتی فرهنگ غذا خورد، فرهنگ خوراک خوردن و فرهنگ آشامیدن بلد نبودن. اینها را برای ما به میراث گذاشتن، لباس پوشیدن ما مثل اونا خراب شد، همه چیز ما را زدن در باد. من در مورد فرهنگ صحبت کردم، امروز وقتی میگن فرهنگ افغانی، ما در یاد چی میرم؟ مرد افغانی که میره در رودخانه کابل، معذرت میخوایم، شاش میکنه، بعد یک سنگ را یا یک کلوخ را از را میگیره، زیر ایزار خود دست خود را تیر میکنه، با امروی آلت تناسلی خود تقریبا حدود 100 متر را بازی میکنه پیشروی کودک و زن و نوجوان و جوان و سال خورده. این تمام فرهنگ را ما از اسلام عزیز گرفتیم. اگر نه ما چه وقت این کار را میکردیم، یا وقتی شاش میکنن هر کدامش را میبینی که در قسمت های دیوار حالت تناسلی خود بند کردین، فقط دیوار را دارن، با دیوار زنا میکنن، معذرت میخوان. فرهنگ ها و فحاشی و حتی فحاشی هایی که ما داریم در کشورهای اسلامی خود ما، تمام فحاشی ها شبیه فحاشی های حسین و علی و
نمیدانم خالد ابن ولید و محمد و الله است. فحاشی بزن. در جریان برنامه فحاشی حسین بزن را برای شما دوستان میخوان، فحاشی علی بزن را برای شما دوستان به خانش میگیرید، فحاشی محمد بزنان را و همچنان فحاشی علی و خالد ابن ولید که بسیار یک فحاشی جالب کرده، خنداور هم است. گفته کسی که مرا میکشه معذرت میخوایم از دوستان، سوراخ مقعدش از تو کده بزرگتر است. نمیدانم این سوراخ مقعد خالد ابن ولید را علی در کجا دیده بود، چگونه میکروسکوپ کرده بود که اندازش را میدانه. خب خود دوستان باید پاسخ بدن که علی از چگونه در مورد سوراخ خالد بن ولید داره صحبت میکنه. سپاسگزاری میکنم از ممنونم کاشان. پویا جان هستی عزیز؟ بله بله هستم عزیز. درود و مهر خدمت تمام دوستان. واقعا یک تاپیک خوب که درباره فحاشی الله محمد و البیت و یک چیز ما کم بود میبینم در این تاپیک که او مسلمانان عزیز هستند که چون پیروان محمد هستند و پیروان الله هستند و امین نهج الخرافه که نهج الفحاشی هم میتونیم برش بگویم، کتاب قرآن که تمام فحاشی ها از اوجه گرفته میشه. آیات زیادی هست، ای کاشی مسلمانان هم میشد که به تاپیک اضافه کنیم. البته همه مسلمانان ما که میگیم یکی در مسلمانانی هستند که توهم اسلام دارن، در فکر ازی هستند که مسلمان هستند، ولی یکی در واقعا مسلمان هستند که شریعت اسلامی را پابند به شریعت اسلامی هستند و پابند به قرآن هستند و حدیث هستند. مثلا طالبان، دایشیان، بعضی کسایی هستن که حتی جهاد نکردن ولی مسلمان واقعی خود میتونیم مبارزه رو خطاب کنیم. خب میم سر فحاشی های محمد و الله. اما قسم که موری جان و کاوش جان آیات زیادی را گفتن، نتونستم که متوجه نشدم کدام آیات، نتونستم نوت کنم که مال یاد کنم. خب آیات زیادی هست، من یک چند آیات یاد میکنم، امید دارم که یاد نشده باشه. مثلا در سوره جمعه آیه 5 است که جناب محمد یا امون الله میگه که امچون خرایی هستن که کتابها را عمل میکنن. ای برای کافران خطاب کرده، دریجه کافران را خر گفته. و در مائده، سوره مائده فکر کنم آیه 60 اگر یاد نشده باشه، که گفته خدای کافران را لعنت میکنه و به مثل بوزینه و خوکینه را آفریده. همچنان در سوره فرقان آیه 44 بازم تکرار میکنه، در اینجا که میگه اینا چهار پایانن که بلکه گمراه‌ترن. این تمام خطاب هایی است که آیات زیادی هست که در لابلای برنامه امشب دوستان یاد خواهند کرد. تمام این صفت ها یا این توهین هایی که برای کسانی شده که فقط دین اسلام را قبول نکردن، نخواستن که دین محمد قبول کنن، نخواستن که دین الله را قبول کنن، این لقب ها برشان داده شده، این فاشی ها در آدرسشان شده. حالا چرا؟ آیا میتونه یک الله و یک پروردگاری که واقعا یک دنیا را خلق کرده باشه، انسان خلق کرده باشه، تمام موجودات خلق کرده باشه، آیا میتونه با آدرس یک انسانی که خودش او را خلق کرده باشه همچین چیزی داده باشه؟ ما خب به این باور نیستیم که او انسان از این دنیا را خلق کرده باشه، ولی اگر ما این برداشت از زاویه دید خود مسلمان ما ببینیم، خب مسلمان به این باور است که انسان ها را الله خلق کرده، دنیا را الله خلق کرده، ولی چه قسم میتونه امین اللهی که انسان خلق کرده باشه با آدرسش به حساب توهین کنه؟ چون اینا همه توهین هامیز است. مثلا گفتن
انسان به سگ شبیه کرده یا به یک به خر شبیه کرده یا به شیر گفته یا مثلا بوزینه گفته. نمیدانم که چرا الله به این فکر بوده که ای به حساب اگر انسان بوزینه بگه چرا توهین ای را حساب می کرده، چرا توهین ای را می دانسته خود الله که ای را خطاب کرده. دیگه فحاشی های زیادی است. امید که دوستانی که در پایان هستند و اگر مسلمان های هم هستند بیاین در بحث شرکت کنم تا ما بتانیم بحث کمی گسترده بسازیم و باز کنیم. و دوستان آیات و احادیث زیادی است که این شب در برنامه بیان میکنیم. سپاس بانوسوان. ممنونم پیر جان. بله منم یه دو ست آیه دارم که براتون بخونم. یکی از آیه های خیلی جالبی که من پیدا کردم تو قرآن تو معارج هست، یا المعارج، آیه 39 هست. اینجا ما میدونیم که ظاهراً خدا خلقت انسان ها رو به شکل های مختلفی انجام داده. بعضی ها رو از آب گندیده، بعضی ها رو از علق خون بسته، بعضی ها رو از آب جهنده و شکل های مختلف. حالا یکی از این آیه های توهین آمیزش میگه، آیه 39 معارج، المعارج یا معارج، میگه ما آنان را، منظورش کافران هست، ما کافران را از آنچه خود میدانند آبی گندیده و بیمقدار آفریدیم. که میگه خودشونم میدونن چقدر بیمقدارن، ما از آب گندیده اینا را آفریدیم. خب اگه کافران را از آب گندیده آفریده، چه انتظاری داری که اینا بعدن آدمای مؤمنی بشن؟ خودش خواسته که اینا کافر بشن. یعنی هرچی فکر میکنی اینا با هم نمیخونه. این ما رو از آب گندیده آفرید، ما کافر شدیم، یا اینکه چون کافر شدیم آبمون گندیده بوده، سر در نمیارن. بعد بعض جا عصبانی میشه، بازم یه حالت توهین‌آمیز صحبت میکنه. در سوره مدثر 19 به کافران برمیگرده، میگه پس مرگ بر آنان باد، چگونه سنجیدن، یعنی چجوری تصمیم گرفتن، اندیشه کردن، مرگ بر آنان باد چون که کافر شدن، خوشش نیامده. بعد 20، این مسئله خیلی مهم بوده، در آیه 20، اون آیه 19 مدثر بود، این 20 مدثر میگه و باز هم مرگ بر آنان باد، چگونه سنجیدن، یعنی عیناً آیه رو تکرار میکنه با یه و اضافه، و باز هم مرگ بر آنان باد، چگونه سنجیدن. اینجا آدم نمیدونه چرا این فحاشی میکنه. خب ما اگه درست نسنجیدیم، درست تصمیم نگرفتیم، حالا چرا مرگ برمون باشه؟ باید میگفت که، یعنی من اگه خدا بودم میگفتم بهتر فکر کنید، کارتون غلطه، یا اینکه یه خورده اندیشه، قدرت اندیشه به این بنده ها میدادم که بتونن راه درست رو از غلط بتونن تفکیک کنن، تصمیم درست بگیرن. بعد این آیه سومی هست که براتون میخونم، در سوره عبس. اینجا باز عصبانیه، اینجا خیلی عصبانیه، اصلا بیموردم هست. میگه مرگ بر انسان چه کافر و ناسپاس هست. خب تو ما رو خلق کردی، حالا چرا مرگمون میکنی؟ مثل اینکه یه کسی بگه من یه عروسک خودم دوختم، حالا میخوام پارش کنم چون یه کار بدی کرد. خب همه اختیار که در هیته، یعنی همه کارهایی که میکنیم در هیته اختیار توه، پس تو چرا به ما فحاشی میکنی؟ چرا مرگ بر ما میفرستی؟ چرا خلق کردی که حالا مرگ بفرستی برامون؟ و انتظار چه سپاسی داری؟ خدا در جا جای قرآن به ما میگه که نماز بخونید و منو پرستش کنید. یه چیزی رو خلق کرده فقط به این منظور که او رو پرستش بکنه، و اگرم پرستشش نکنه یا فحاشی میکنه یا لعن و نفرین میکنه، یا اگر همه اینا رو هم نکنه، آخرش اون تو اون دنیا قراری که پوست بدنمون رو بکنه، بسوزونه، غذایی از درخت زقوم بهمون بده، آب چرک و خون. خیلی زیاد این مطلب رو نوشته که نوشیدنی هاشون چرکابه و خون خواهد بود از بدن جهنمی ها.
اصلا من نمیفهم این جهنمی ها قرار هیزم جهنم باشند یا اینکه چرک و خون بدن غذای دیگران باشه. چیزای عجیب غریبی هست. حالا من در قسمت های بعد بازم براتون از این آیه های عجیب غریب میخونم، توهین های عجیب غریب. فوزیه جان آماده هستی عزیز؟ بله. 3 دقیقه مایک در اختیار عزیز، بفرمایید. تشکر سوان جان، گو جان عزیز، موری جان، بویا جان عزیز. ما بر شما از آیت سوره مومنیون آیه 14 شروع میکنم. اول شما وقتی آیه را میخوانین در آخر آیه گفته شده فتبارک الله احسن خالقین، یعنی از 4000 خدای خودساخته انسان ها در روی زمین ما از همش بالاتر و احسنتر و خوبتر هستم. امیجا عجل سوال پیدا میشه، چقدر خوب از 4000 خدا تو بالاتر هستی؟ یعنی الله، من خدا نمیگم، الله. بیان بشنوین که یه الله در پالوی همه بدبختیه ها و سوره های قتل و کشتار، بدبختی، وحشت، ترور، در مورد فحاشی چی گفته؟ ما در اینجا بین در سوره انفال آیه 22 میریم. میگه بدترین جانداران کسانی هستند، یعنی کر و لالهای هستند، نام گرفته شده، کر و لالهای هستند که تعقل نمی کنن. یعنی بکر و لال که گویا خودت آفریدی، الله رب العالمین هستی، خود توهین میکنی. امیر شما خوب تا ادقل کسی فکر کرده که ایچ رقم الاس احسن خالقین است که بکر و لالهایی که خودش باوجود گویا باوجود آورده توهین باید بکنه. ما سوره قلم آیه 13 را میخوانم. این آیات است که بسیار تکرار شده، تکرار باید شوه در ذهن همگی، باید بچسبه به شکلی که ملاها قرآن به یک شکل مقبولش به گوش مردم رساندن. حقیقتش را بین اینجا بشنوین. سوره قلم آیه 13، کافران خشن و زنازاده هستند. 6 میلیارد انسان روی زمین یعنی کافر، کسایی که به دین اسلام باور ندارن، یعنی کافر. کافر یعنی به دین اسلام و معتقداتش و آینش نمیخواین عقیده داشته باشن. اینا کلشان زنازاده و خشن هستن، در حالی که قرآن که میخونیم تمام از اینا، گرچه که ما به زنا اصلا روشنگری اصلا به زنا و زنازاده و ایچیزا اصلا فکر نمیکنه. به نظر ما کلمه زنا اصلا وجود نداره، زنا را اسلام با وجود آورد، این کلمات اسلام در ذهن ما پیچکاری کرد. ولی به گفته خودشان در حالی که اثر محمد، اثر پدرش و اجدادش همش زنا و زنازاده بودن و همه آیات در قرآن وجود داره. چیز نیست که ما ایر از خود میگیم. چطور میتونه 6 میلیارد انسان روی زمینه، یک کتاب که میگه از طرف الله آمده، از آسمان ها آمده، بتونه بگویه که خشن و زنازاده هستین؟ ما از این اسلام و از این الله مگر چی یاد گرفتیم؟ فحاشی. در سوره احزاب که سوره بسیار تکراری است، محمد به طور بسیار واضح به زنان خود گفت که فاحشگی آشکار نکنید. فاحشگی پنهانی خود میکنید به خاطری که در بینشان رواج داشت، مجبوریت ها وجود داشت. اما آنچه را قوانین خشن را که مانده بودن همیشه برای مردا، زنا هیچ اجازه به هیچ کار نداشتن. در سن سال بسیار خرد زیر سن دخترای بیچاره را زیر پای خود انداختن، اونا هم دیگر رای نداشتن. یعنی این چیز وجود داشت و محمدی را میفهمید چون خودشان این کار را میکرد. بنان واضح و آشکار کلمه فاحشه را استعمال کرد. محمد میتونست به جای از یک کلمه دیگر استفاده کنه بسیار به آسانی. هیچ چیز نبود، کلمات نیست که از پیشش گم شده باشه، ولی خوشبختانه و ایره من میگم بسیار خوب شده کلمه فاحشگی را مقابل زن، مقابل ما استعمال کرد. ما ایره میفهمیم که در یک تعداد زیاد احادیث و در قرآن آیات وجود داره بسیار محکم که زن به سگ تشبیه شده. وقتی که میگن از مقابل نماز خواندن زن و سگ بگذره نماز باطل میشه، مگر چی است؟ در یکی از احادیثی که یکی از یک اجتماعی آمدن برای محمد گفتن که محمد کسانی هستند که بر اسم جاهلیت انوزم عبادت میکنن، ما ایره شنیدیم که محمد چی جواب داشت، چی جواب گفت. محمد گفت که فلان پدرش ددانش،
یعنی وقتی مسلمان عزیز من دفاع میکنن امی آیات در قرآن وجود داره، بسیار بصراحت وجود داره، نمیفهمم. خودشان بگوین که از امی آیات ما که باید هدایت شویم به وسیله کتاب قرآن، این چه رقم هدایت است؟ ما بسیار متاسف از این هستم که کلمات بسیار شرم‌آور مضحک، یعنی به یهودان گفته شده که حرامزاده و زنازاده هستین. یعنی ما خب همه ما به حساب زنازاده هستیم، یهودان زنازاده هستن. این کتاب چطور میتونه ما را هدایت بکنم؟ با تاسف از این که مسلمانای عزیز با وجود اینمی اسناد که پیش روی موجود داره، مردم قتل عام میکنن، دختر طفلای زیر سن زیر پاخت میندازن چون با فایده خودشان است، ولی هیچگاه به دقت به اینی آیات خود گوش کردن؟ دیدن؟ بله دیدن، میفهمن یا آیات بسیار زیاد به دردشان میخوره. بعد اول فعلا دمیج بس میکنم، بعدا هم امروی شما میباشم. تشکر از همه شما. ممنونم فوزی جان. آقای مستر اگناستیک، مایک در اختیارت هستم. صدقه. بله بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت استادای خوبم و حضار اتاق. خب اسلام در مرحله اول توهین کردن و ناسزا گفتن به مؤمن رو خیلی قبیح میشموره، اما وقتی که در مقابل تفکر مخالف و نقاد قرار میگیره موضعش کاملا تغییر میکنه. به طور مثال در آیه 13 سوره قلم که به وضوح کفار رو گستاخ و زنازاده خطاب میکنه، بنده پیشا پیش البته عذرخواهی بکنم شاید الفاظ رکیکی توی این چند تا حدیث که میخوام بگم باشه، معذرت میخوام ازتون. خیلی خب، در بهار الانوار جلد 32 صفحه 91 و همینطور در سنن کبرا هم جلد 8 صفحه 136 داریم که پیامبر میفرماید هر کسی که به روش جاهلیت عزاداری میکند به او صریح بگویید آلت تناسلی پدرت در دهنت. و جناب علی ابن ابی طالب به عبدالله ابن قیس مینویسه، اینم در بهار الانوار آی مجلسی اومد جلد 32 صفحه 87، ای فرزند کسی که دروغ میبافد و ای کسی که آلت تناسلی پدرت را به دندان میگیری. و عرض به خدمتتون که جناب امام حسین، این روایت رو جناب محمد دشتی در کتاب فرهنگ سخنان امام حسین آورده صفحه 297، امام حسین خطاب به ابن زیاد میگه که ای پسر فاحشه، البته کلمه ای که استفاده کرده کلمه دیگه بوده، من تغییرش دادم. و در انتها هم جناب امام صادق شیعیان میفرماید که در کافی کلینی جلد 15 اومده صفحه 648، همانا همه مردم اولاد فاحشه هستند به جز شیعیان. من خیلی سپاسگزارم بابت مایکی که در اختیارم گذاشتید. ممنونم آقای مستر اگناستیک. بله، از این چیزها فحاشی ها زیاد هست. حالا من یه موردی رو براتون بخونم که این یه خورده دو به هم زنی میکنه خدا اینجا، یا خود بدگویی و غیبت میکنن. وقتی که عده ای از پیروان پیغمبر میخوان که با پیغمبر به مدینه هجرت بکنن، همسران اینها به اینا اجازه نمیدن و اینجا خدا یا حالا پیغمبر یک آیه میاره که دو به همزنی میکنه. اینجا آیه 14 التقابون هست یا تقابون. میگه ای اهل ایمان، به راستی برخی از همسران و فرزندانتان دشمن شمایند، بنابراین از آنان بپرهیزید، آنان را ترک کنید و از آنان بگذرید. اینجا خدا به جای اینکه بیاد بر مبنای خانواده تاکید کنه و بگی که بالاخره با همسرانتان صحبت کنید، راضیشون بکنید، باهاشون کنار بیاید، یا اگه مشکلی دارن شما نرید به جنگ، بمونید از زن و بچه و بدبختی خودتون مواظبت کنید. اگه زنتون نگرانه که شما برید کشته بشید، بعد این زن رو معلوم نیست کی بخواد بگیره، شاید هم پیغمبر بخواد بگیره، خب شما بهتره بمونید. ولی برعکس میاد اینجا 14 التقابون میگه برخی از همسران و فرزندانتان دشمنان شمایند،
دو به همزنی میکنه، دروغ میگه و میگه از آنان بگذرید و آنان را ترک کنید. عجب خدایی، نمیدونم غیرت بوده، نمیدونم ناموس بوده، نمیدونم چی بوده. دوستان مودریتور اگر صحبتی ندارن، من از آقای مصلح خواهش کنم صحبت کنن. موری جان بفرمایید اگر صحبتی دارید شما. سپاس. آره، چون ما میخواییم این موضوع رو از خدا که شخص شخصی جناب الله باشه پی بگیریم و بعد برسیم به رسول بزرگوار و بعد از اون به اهل بیتش، من خواستم چند آیه دیگر رو بدون اینکه خودم بخوام هیچ گونه دیدگاهی رو به اون معنا و مفهومی که در این آیات وجود داره اضافه بکنم برای دوستان بخوانم، تا بتونیم حداقل یه تعداد بسیار کوچکی از این آیات رو که در کلام الله وجود داره برای دوستان، بدون اینکه خود ما دوستان، یعنی عزیزانی که اینجا مدیر هستن در این اتاق، بدون اینکه بخوایم نظرات شخصی خودمون رو داخل بکنیم به معنا و مفهوم این آیات، فقط و فقط این آیات رو برای دوستان بیان بکنیم و بعد از این دور برسیم به خود رسول بزرگوار اسلام و بعد از رسول بزرگوار اسلام به افرادی که در پیرامون رسول بودند و افرادی بودند که امروزه مسلمانان برای اونها یک جایگاه بسیار ویژه‌ای رو در اون اعتقادات اسلامی قائل هستند. خب ما میریم به سراغ آیه، من یکی از آیه 161 از سوره بقره، ترجمه جناب آیتی، ببینیم چه میگه. بر آنان که کافر بودند و در کافری مردند لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم باد. بریم به سراغ سوره بقره آیه 161 رو خوندیم، بریم به سراغ 161 رو خوندیم، بریم به سراغ 171. میگه مثل کافران مثل حیوانی است که کسی در گوش او آواز میخواند، او جز بانگی و آوازی نشنود، اینان کرانند، لانالند، کورانند و هیچ نمیدانند. ترجمه جناب آیتی. یعنی اینجا، خب ببخشید، من قرار بود خودم هیچ چیز نگم و همه چیز رو بسپارم به ذهن جستجوگر مخاطب. بریم سراغ آیه بعدی، آیه 22 از سوره انفال. بدترین جانوران در نزد خدا این کران و لالان هستند که در نمی‌یابند. آیه 59 سوره مائده. بگو ای اهل کتاب، آیا ما را سرزنش می‌کنید؟ جز این است که ما به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه پیش از این نازل شده است ایمان آورده ایم و شما بیشترین نافرمانان هستید. بازم ترجمه جناب آقای آیتی است که برای دوستان میخوانم. یعنی من میخوام این موارد رو تا جایی مستدل برای دوستان عنوان بکنم که هیچ گونه حرف و حدیثی درش باقی نمانه. بریم به سراغ آیه 12 از سوره محمد. بازم ترجمه آقای آیتی رو برای دوستان میخوانم. خدا کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته میکنند به بهشت هایی که نهرها در آن جاری است داخل خواهد کرد، ولی کافران از این جهان متمتع میشوند و چون چهار پایان میخورند و جایگاهشان آتش است. یعنی باز هم اینجا یک تشبیه به وجود آورد که
یک نمونه بارز بی احترامیه. بریم به سراغ آیه 13 سوره قلم که بسیار آیه مشهوری است، اطلب بعد از آلک از زنیم، که میگه کسانی که متکبر هستند و سرکشند و زنازاده هستند و بی اصل و نسب. یعنی این زنیم خیلی روش بحثه. دوستان عزیز مسلمان سعی میکنند به هر طریقی که میتونند این زنیم رو روش یک مالهی بیاورند، اما به حدی که در تفاسیر و در شأن نزول این آیه و همچنین در فرهنگ های لغت عربی در مورد این واژه شرح و بسط وجود داره، این دوستان اگر بخوام بر روش ماله بکشن فقط و فقط به نوعی خودشون رو خاک بر سر میکنن. همین، نه کم نه بیشتر. و آیات بسیار زیاد دیگری وجود داره، مثل 67 انبیا. دوباره برگردیم به همون سوره بقره، 10 بقره، 13 بقره، که اینها همه آیاهایی است که در مورد این فحاشی ها در قرآن برای ما یک نمایی رو باز میکنه. و همچنین واژه های مشهوری رو ما در قرآن داریم، مثل لا یشعرون، که این خودش جزء اون واژه های معروف درون قرآنه که بسیار در این کتاب مقدس تکرار شده. خب وقتی که کلامی از سمت الله بر روی زمین نازل بشه که بخواد بشریت رو با این کلام سوق بده به سمت سعادت، پس ما در زندگی رسول بزرگوار اسلام هم یک همچین نکاتی رو میبینیم که رسول هم فحاشی بکنه. وقتی که رسول فحاشی بکنه، اهل بیت به اسلام معصوم و مظلوم هم فحاشی میکنند. وقتی که اهل بیت به اسلام معصوم و مظلوم هم فحاشی بکنند، آخوندهای بی میهن دوزاری پشمک که بعضی از دوستان عزیز بهشون خیلی بها میدن، حجر الاخضر بهشون میدن، اونها رو محترم میشمارند، اونها هم توی جامعه امروز به نوعی با همین فحاشی ها برای خودشون جایی رو دست و پا میکنن و شلاق رو هر روزه بر روی کمر ما ایرانیان و افغانستانیان و تاجیکستانیان و عراقیان و سوریه ها و سایر ممالک اسلامی فرود میارن. من سعی میکنم در دوره بعد این فحاشی هایی که در قرآن سعی کردیم در این دوره در موردش حرف بزنیم رو در دوران رسول بزرگوار اسلام و زندگی رسول بزرگوار اسلام برای دوستان به نمایش بگذارم و نشون بدم که از پس این فحاشی هایی که در قرآن وجود داشته و رسول انجام داده و ائمه به اصطلاح معصوم و مظلوم انجام دادن، امروز مسلمانان هم همین کار رو انجام میدن. البته یک پرانتزی هم وا میکنیم و نشون میدیم که چرا بعضی از این آخوندها دست به این فحاشی ها که باید انجام بدن و انجام نمیدند از چه روی هست. این رو هم امشب سعی میکنیم برای دوستان عنوان بکنیم. سپاس. ممنونم موری جان. کاوش جان شما میخواید صحبت کنید؟ یک کامنت کوتاه دارم، فقط در مورد واژه اتلن بعد ذلك زنیم سوره قلم آیه 13. دوستانی که با واژه زنیم مشکل دارن، فکر میکنن که واژه زنیم ترجمهش چی است، در بالا لینک رو من به دوستان عزیز پین کردم که معتبرترین میتونم بگیم برگردان عربی فارسی المعانی است که دیگه جوره خودش از بدیل خودش را نداره، در اینترنت و اپلیکیشن هم داره. تمام واژه ها رو اینجا میتونین از فارسی به عربی و عربی به فارسی استفاده کنین و از دوستان میخوایم که اگر کامپیوتر استفاده میکنن یک آیکن امیره در کامپیوتر خود داشته باشن. این بسیار سایت خوبی است، به دردشان میخوره
المعانی بسیار یک سایت عالی است. واژه زنیم را گفته آن که خود را به قومی نسبت دهد که از آنها نباشد و آن قوم نیز ویران نپذیره. خب اینجا اشتباهی نیز نپذیرند قوم خب اشتباه است. گفته حرامزاده پس و فرومایه. علایی که توهین کرده. سپاسگزاری میکنم ممنون. ممنونم کاشان. آقای افلاطون. سلام عرض کنم. بفهمت 3 دقیقه ما دارد. ممنونم. ولی من هیچ متاسفانه هیچ علمی بر قضایا ندارم و ظاهرا دوستان مفسر هستن. تفسیر میکنن. ما هم گوش میدیم. من تفسیری ندارم. خیلی دوست عزیز جناب افلاطون ما مفسر نیستیم. ما یک انسان هستیم، یک انسان آزادی خواه. به فرض مثال من موری، حالا جناب کاوش یه سری تخصصات رو دارن، اما من موری یک فرد به نوعی کارگر از جامعه هستم. یه لحظه اجازه بدید چون اینجا یه مغالطه ای شکل میگیره، یک مغالطه شکل میگیره و دوستان عزیز آتئیست ما هم خیلی به این مغالطه بها میدن اتفاقا، که برای دین عزیز اسلام حتما باید تخصص وجود داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی اگر جناب کاوش فلسفه خوانده نمیتوانه در مورد اسلام نظر بده. من موری که کارگر صفر جامعه هستم نمیتوانم در مورد اسلام نظر بدم. نیاز به تخصص وجود دارد. نه دوست عزیز، اینجا یک سری دو تا چهار تای خیلی ساده وجود داره در این دین عزیز اسلام، که اگر کسی با حد اقل ترین سواد در دنیای امروزی بخواد کتب این دوستان عزیز رو، وقت گرانبهای خودش رو خرج بکنه و بخونه، متوجه میشه که هیچ چیزی در این دین عزیز وجود نداره جز لاتایلات و موهومات. هیچ چیز در این دین وجود نداره. حالا اگر شما مدعی هستید در بین این آیاتی که خوانده شد که از جانب ما فحاشی به نوعی محسوب میشه، اون رو شما برای ما عنوان بکنید. اگر که خیر، من اشتباهی کردم در این که شما رو قطع کردم، چون این بابی که شما باز کردید برای تشریح بابی بود که دوستان عزیز مسلمان باز میکنن برای تشریح. از این منباب من اومدم در اینجا این توضیح رو ارائه بکنم که این گونه نیست. شما اگر باب جدیدی دارید باز بکنید، من شما رو میشنم. سپاس. زنده باشین. این شما مثلا میتونین یک نظری راجع به مثلا فرد مثل حافظ بدین؟ ببخشید لطفا میشه بلندتر صحبت کنم؟ حتما. چشم. شما میتونین یه فردی مثل حافظ رو در نظر بگیرین و یک لحظه تصور کنیم که این فرد مثلا به قولی کودن بوده، احمق بوده، چی بوده؟ این یکی از حداقل میشه اینجوری گفت که یه دوره‌ای از زندگیش مسلمان بوده، حداقلش اینه دیگه، به اسم حافظه دیگه. بعضی چیزها هستن که تخصصی هن. من مثلا میشه تورات رو خون، تورات توی یکی از آیه هاش اهل عتیق یهوه میاد به پیروانش میگه رفتین فلان قبیله رو کشتین، همه شون رو بکشین، هیچ چیزی زنده نذارین. و بعد این قبیله همه رو میکشن، فقط گوسفنده رو میذارن خب که خودشون استفاده کنن. یهوه عصبانی میشه، میگه آقا من گفتم همه رو بکشین، این گوسفنده رو هم بکشین. اینه که یک سری چیزها هستن که مخصوصا توی اهل عتیق یعنی دنیای گذشته که اینا احتیاج واقعا به یک مفسر دارن. یعنی مثلا چرا؟ چون دنیای قبل از ریاضیات دنیای استعاره هاست، دنیای داستان هاست و اینها مثل ریاضی نیستن که شما مثلا بیای مثل نیوتونی اینو
بخونی و بعد بگی ایش خیلی سرراست و مستقیمه. نه، مثل من وقتی حافظ رو میخونم آیا احتیاج به یه تفسیر نداره؟ احتیاج به یک کسی که تو اون رشته، تو اون کار، ما حتی تو دانشگاه چیز داریم، دین شناسی داریم. به این خب جناب افلاطون، الان برای من یه سوال به وجود میاد، یعنی شما الان دارید اشعار حافظ رو مقایسه میکنید با کلام الله که به اون شکل کتابی که از جانب الله آمده مقایسه میکنید؟ یعنی شما الان دارید یه همچین مقایسه رو به وجود میارید؟ نه، من میگم که حافظ حافظ قرآن بوده و به 32 روایت اینو خونده و حفظ بوده. آخه خب همون حافظ هم در جایی میگه که قرآن خوانان کسانی هستند که دیوان ز آنان بگریزند. خب این آخه شما یک کسی رو باید مثال بیارید، دوست عزیز و بزرگوار، که در دین عزیز اسلام حداقل یک جایگاهی رو داشته باشه. همین حافظی که شما ازش دارید نام میارید، اینو مسلمانان نمیخواستن قبرش بکنن. شما نمیتونید از یک همچین شخصی برای اینکه بخواید به دین خودتون یک وجهی ببخشید استفاده بکنید، در صورتی که ما بارها و بارها رندبازی های حافظ رو در اشعار خودش در اون زمانی که داشت زندگی میکرد میبینیم که چگونه با دو پهلو بازی های خودش میاد خارهایی رو در دل و جگر دین عزیز اسلام فرو میبره. شما نمیتونید یه همچین چیزهایی رو نادیده بگیرید، یا باید بیاد یک بخشی از ادبیات فارسی رو که این دو پهلوگویی ها و این رندبازی ها در اشعار هست رو به نوعی نادیده بگیرید، یا اینکه باید بگید خیر، بله، این چیزهایی که برای ما تعریف کردم در بالای منابر برحق هست و اشعاری که ما به فرض مثال در سایر اون سروده های بزرگان خودمون در ادبیات پارسی میبینیم اونها رو هم باید نادیده بگیریم و گوش فرا بدیم به اون چیزهایی که در بالای منبر شنیدیم. خب من موری سعی میکنم اون چیزهایی که در دستم هست در ادبیات پارسی اونها رو در نظر بگیرم و اون مزخرفاتی که در بالای منبر شنیدم و دنبال اونها در کتب اسلامی گشتم و رسیدم به کتب مزخرفی همچون بهارالانوار که فقط و فقط برای ساختن یک سری فیلم های تخیلی به درد میخوره ولا غیر، انتخاب من موری اون چیزیه که در ادبیات پارسی وجود داره. من یه سوال از شما بپرسم، این که من منظورم اینه که همچین کسانی بودن که از این جهان اسلام برخواسته از این هستن، منظورم اینه. و من سوالی که دارم اینه، آقا شما جناب افلاطون ابتداعا از حافظ نام بردید، حافظ رو من براتون یک بیت بسیار ساده آوردم که میگه قرآن خوانان کسانی هستند که دیوان ز آنان بگریزند. حالا تو دیگه ببین این مسلمانان، این قرآن خوانان چه کسانی بودن که دیوان هم از اینا فرار میکردن؟ در اون وجه اول، در اون نگاه اول شما فکر میکنی بله ببین این مسلمانان، بله چه گوگلی مگلی هایی هستن که این دیوان هم ازشون، یعنی نمیان سمتشون فرار میکنن. اما در دیدگاه واقعی این گونه نیست. در دیدگاه واقعی حافظ داره اونجا اشاره میکنه این قرآن خوانان افرادی هستند که حتی این مسلمانانی که اینگونه متوحشانه یورش آوردن به سمت ما و کشتند و غارت کردن، اینها هم ازش فرار میکنن. موری جان بعض پوزش ایشان میگن این شعر اینجا نخوندن، یعنی این شعر رد میکنن. پس ایشان بگین که آیه 202 فکر کنم آیه 234 بله 224 شعرا رو به خوانش بگیرن که ببینیم الله درباره سعدی چی گفته بوده و کسانی که از اینا پیروی میکرده. بفرمان آقا. من منظورم اینه که سوالم رو بپرسم، این که معنای دین چیه؟ این میخوام بدونم که دین چرا درست شده. حالا هر دینی، کسی که شما که میگین تو این هر دینی یعنی صداتون خود ضعیفه افتادون جان. میگم معنای دین رو میخوام بدونم که دین یعنی چی، به چه چیز میگن دین،
این یعنی چی؟ آیا مثلا این چارچوبش مشخص بشه؟ واقعا سوالی برای من، به چه چیزایی میگن دین؟ اوکی من... موری جان میخواد جواب بدی، کاوش هم مایک میزنه. حالا من ابتدا بگم من چیزی به نام دین نمیشناسم. شما یک چیزی رو مدعی شدید که از جانب خدایی آمده بر روی زمین و یک بایدها و نبایدهایی درش وجود داره و این بایدها و نبایدها چیزی رو میسازه به اسم دین. شما ابتدا هم بیا بر روی این چیزهایی که بر روش به نوعی داری مانور میدی یک صحه بگذار که عقلانی باشه، بعد ما بیایم در موردی صحبت بکنیم. هرچند این چیزهایی که شما داری میگی کلن داره اتاق رو به سمتی میبره که ما این فضیحتهایی که در دینتون وجود داره، این ابتذالهایی که در دینتون وجود داره رو عکس افلاطونم روی پیجت گذاشتی که به فرض مثال مشخص نشه. البته شاید هم منم دارم یه قضاوت اشتباه میکنم چون این چیزها رو ما خیلی زیاد دیدیم دیگه. البته میخواین سمت و سوی اتاق رو به جای دیگری ببرید، این فضیحت ها، این دشنام ها، این فحاشی ها باید مشخص بشه. آقای افلاطون، از اینکه اومدید بالا که بفرمایید هیچ تفسیر و نظری ندارید، من خیلی ممنونم. اگه با صحبتتون تموم شده، شما و بقیه پایین در خدمتتون هستی. دانیال جان، مایک در اختیارت. سه دقیقه. مرسی. خدمتتون هستم آقای افلاطون. سلام و درود. و من اولی عذرخواهی به شما بدهکارم که اینجا یکم سر و صدا میاد. یه چیزی هم سریع بگم آقای افلاطون، اینا بحثای پیچیده‌ایه و تایم اتاق کمه. حالا من اگه اجازه بدید در مورد همین موضوع، در مورد اسلام چه میدانید، آیا الله و محمد و اهل بیتش فحاشی کردن یا نه، اگه اجازه بدید من یه رویکرد یکم معاصرتری داشته باشم و یه مقدمه ای رو بگم قبل از اینکه وارد بحث شم. اینو خواهش میکنم این اجازه رو به من بدید. ببینید، ما داخل فارسی ایرانی اصطلاح داریم میگیم عقل مردم تو چشاشونه. این ربط داره به موضوع، ربطش میدم. عقل مردم تو چشاشونه، یه مسئله. یه مسئله دیگه ای هم که وجود داره، یه سخنیه که از یکی از عالمای دین شیعه میگه، میگه دین درست رو از میوه‌اش باید شناخت، نه صحبت و کلام بزرگانش. وقتی افراد بی‌نظم منظم شدن، فقر کم شد، دزدی کم شد، بی اخلاقی کم شد، آن وقت میگوییم که دین این جامعه درست است. این آقای امام موسی صدر. حالا چرا اینو گفتن؟ من با توجه به این دو تا، این اصطلاح فارسی و حرفی که یکی از علمای شیعه زد، حالا حرف درستی هم زده به نظر من، ولی به این نتیجه رسیدم که دین اسلام و شیعه، من با احترام دوستان دیندار، مزخرف ترین دینه. چرا؟ چون من خودم کتاب قرآن و اینا رو نمیدونم، ولی مثلا من نشستم پا منبر آخوند، من یه بار نشستم برای تفریح هم نشستم، یه روب نشستم، عذرخواهی میکنم اینو میگم، اونقدر که به من توهین کرد، به شعور من و کسایی که اونجا بودن توهین کرد و خرافات خیک مردم داد. اگه یه نفر 3 ساعت فوش خوار مادرم میداد، انقدر به من توهین نمیشد. من چی میگم؟ من میگم توهین به کجاست؟ توهین وقتیه که من اینستاگرامم رو باز میکنم هر جمعه، من با اینکه خارجم اخبار اینا رو دنبال میکنم، این خبرگزاری که انتخاب، این خبرگزاریه که من دنبالش میکنم و هر جمعه حرفای امام جمعه ها رو میشنوم و یه اصطلاح داخل خود شبکه انتخابات هست بین همون کسایی که میان کامنت میذارن، این اصطلاح من نیست، کسایی که اونجا میگن که در فاضلاب باز میشه جمعه ها و چیزایی میگن که واقعا یه جورایی توهین به شعور مردمه. توهین چیه؟ توهین حتما فحاشی و عذر میخوام، فوش خوار مادر نیست. توهین اینه که ببخشید من داخل استرالیا نشستم، دختر ترک رو میبینم، دختر بسیار خوبیه، دختر واقعا من مشکلی باش نداشتم و یه بار نشستم داشتم باش حرف میزدم سر مسائلم خاص، مثلا اون همسایه ترکمون بود، منم ایرانی بودم، اینو من فایست بگم گونجا بود اسمش، من به لهجه فارسی بهش گفتم گنجه. بدونین چی اومد گفتش که داخل کشور شما دختر اگه حجاب نداشته باشه میدو مثلا پلیس میگیرتش؟ بهم برخورد، طرف قصد بدی نداشت، نمیخواست به من و کشورم توهین کنه، ولی بهم برخورد. به این میگن توهین. توهین چیه؟ توهین اینه که ببخشید مردم ما مثلا دارن، خیلی هاشون زندگی های سخت دارن مردم ها. مثلا اکثر مردم داخل ایران مثلا فقر در حد هند و آفریقا نیست، ولی
بعد بدون دنبال یه لقمه نون دیگه، زندگی ها سخته، ولی میلیون ها دلار خرج چیزایی میشه، خرج نهادهای مذهبی میشه که بهش دردی نمیخوره. توهین کجاست؟ توهین دختیه که یه آخوند میاد چند وقت پیش گفته که قتلی که تازگی ها در اهواز اتفاق افتاده به خاطر فضای مجازیه. ببخشید، فضای مجازی باعث شده مردم آگاه شن، بفهمن بزرگوارانی مثل آقا کاوش و آقا موری بیان و مردم رو روشن کنن، همینطور که منو روشن کردید و من عاشق اتاقای شما به عنوان ایرانی که الان غربت افتخار میکنم به شما که دارین مردم رو روشن میکنید. به اینا میگن توهین. من قرآن رو نمیدونم، 1400 سال پیشو نمیدونم، ولی رویکرد من رویکرد معاصره. به اینا میگن توهین، و توهین صرفا فحش خارمادر نیست. و بر اساس حرف خود آقای موسی صدر، با اینکه حرف درستی هم زده، حالا قبول ندارم این شخصیت رو، ولی حرف درست بالاخره حرفیه که درسته. من به این نتیجه رسیدم دین شیعه مزخرف‌ترین دین دنیاست. حالا خیلی‌ها میگن شیعه رافضیه سنیشه، طالبان، داعش. من آخرین اینم فقط سریع بگم، من حرفی یکی از بزرگواران در عراق و سوریه و افغانستان، ببینید داخل عراقش هم همینه. من حالا داعش رو من نمیخوام بهش اشاره کنم، یه بخش بزرگی از مردم عراق میگن ما باید دین و سیاست رو جدا بکنیم، چون که دیدیم که شیعه های عراق مثل اون یارو صدر، مقتدی صدر رو، این کسایی که شیعه نمیش دزد و مفخورن، عمل کرد و رفتار و کردارشون رو میبینن. داخل افغانستان مردم به این نتیجه میرسن، تو ترکیه مردم دارن ناباور میشن وقتی که اسلامیست ها اومدن. توهین صرفا پوش خارمادر نیست، توهین تو عمل مردم هم هست، عمل دینداران هم هست. خیلی ممنون به من وقت دادید بزرگواران، دمتون گرم و عاشق رومای شما، همیشه منو پین کنید. ممنون دانیل جان، خیلی لطف داری به ما. من با این جمله قشنگت که گفتی خیلی موافقم. توهین فقط فحاشی نیست، تحقیر کردن دیگران یه جور توهین هست که متاسفانه ما در حال حاضر در همه جای دنیا به خاطر وضعی که در ایران هست به شکل‌های مختلفی تحقیر میشیم. سیاوش جان عزیزم، شما میخواید صحبت کنید، بفهمید. درود و فراوان و مهر به تک تک عزیزان، مدیریتورهای عزیز، خسته نباشید، وقتتون به خیر باشه و سپاس از شما که به من اجازه دادید که صحبت کنم و تمام عزیزان که در این لحظه بندن شرمنده هستن و ممنون از این تایتل بسیار عالی و قشنگتون. هرچند که حالا دوستمون اومدن و گفتن، اما در بد نیست که ما بدونیم که جاهل دونستن دیگران، همونطور که در سوره شعرا آیه 224 بود که اشاره شد بهش و نوشته، مستقیما منظور رو از ترجمهش رو میخونم، و شاعران را مردم جاهل گمراه پیروی کنند. خب این از این دوستان شاعرمون. همونطور که میدونید ما خیلی وقت رو صحبت میکنیم و اینجور مسائل بین ما پیش میاد که ما انسانهای بزرگی داشتیم که پیرو این دین بودن. خب وقتی که شما طول تاریخ رو بررسی میکنید و مطالعه میکنید در زمانه اون افراد چه اتفاقاتی میافتاده و با زور شمشیر و قتل عامهای سراسری رو برون میشدیم و افرادی بودن که شاید مثل خیام، وقتی که شما اشعار خیام رو میخونید بی خدایی و جدیترین طعنه ها رو به ایمانداران میزنه. حالا من تو بایوم یکی از این اشعار رو گذاشتم، اگه دوستان دوست داشتن باز کنم بخونم. و نکته بعدی این است که من از بانوان درخواست میکنم که الان صدای منو میشنوند، تشریف بیارن بالا و ببینن که صحبت کنن و خودشون در این مورد نظرشون رو بدن. خیلی جالب هست که در بقره، یعنی شما حساب کنید کتاب رو باز میکنی، مثلا میخوای یه کتاب از الله متعال بیاری و بخونی و اونجا میبینی که سواد و دانش کسی که این کتاب رو نوشته در این حد هست که در آیه 222 سوره بقره عادت ماهیانه بانوان رو اسخای میکنم، این رو میگم، اما عادت ماهیانه بانوان رو به عنوان زجری برای اونها در نظر میگیره. حالا دوستمون دانیال قشنگ گفتن که توهین حتما فحاشی نیست، همین که یک موضوعی که به عنوان فرگشت یا به عنوان سیستم جسمی و بیولوژی که بدن هست رو ننگ و آر بدونی و اون رو زجری بدونی برای یک عده از جامعه. و جالبتر از این هست که حالا خیلی
نمیخوام طولانی صحبت کنم، ولی بخونید سوره تبت یدا ابی لهب و تب. جالب اینجا نه؟ بریده با دو دست ابو لهب. خب این اگر توهین نیست، اگر به قول گفتنی یا تعریف هست، خب یکی بیادن رو تعریف کنه برای من. حالا موری هستن، موری جان اگر امکانش هست چند تا از اون احادیث نورانی که شاعرها رو قتل عام میکنن رو برمون بخونه و در ادامه این ببینیم که فحاشی و توهین و قتل عام آیا از یه شخص که به دین یا باور الهی نداره و داره زندگیشو میکنه به انسانیت اعتقاد داره انجام میشه یا از طرف یک باور. من سپاس از اینکه منو تحمل کردین. ممنونم سیاست جان. در این آیه تبت جدا ابی لهب که میگه بریده با دو دست ابی لهب و میگه مرگ بر او باد، در ادامهش میگه مرگ بر او باد، و نه فقط به خودش توهین میکنه بلکه به همسرش هم توهین میکنه. میگه همسرش هیزمکش است، هیزمکش جهنم است و بر گردنش تنابی تابیده است از لیف خرما. همه این چیزها رو به ابولهب میگه و همسرش، به خاطر اینکه وقتی که پیامبر اسلام گفت من عروج کردم و اومد گفت که من رفتم به آسمان هفتم و فلان بهمان دیدم، ابولهب بهش گفت که چطوری؟ گفت که خب پرواز کردم با حیوانی که بهش من شنیدم براق میگن، افیر میگن، دلدل میگن، اسمای مختلفی داره. ابولهب بهش میگه خب اگر تو این کار کردی یک پات رو بلند کن. پیغمبر یک پاش رو از زمین بلند میکنه، میگه پای دومت رو هم بلند کن. بعد میگه خب نمیتونم این کار کنم. میگه پس تو چجور پرواز کردی؟ وقتی پرواز میکنی تو باید توان این رو داشته باشی که دو پات رو بلند کنی. از اونجا هست که پیغمبر با ایشون دچار مشکل میشه و خیلی راحت این آیه از خدا میاد به حمایت از پیامبر که بریده با دو دست ابولهب، البته با بسم الله الرحمن الرحیم هست بعد، ولی میگه بریده با دو دست ابولهب و مرگ بر او باد. به زودی در آتشی زباندار در آید و همسرش که هیزم کش جهنم است بر گردنش تنابی تابیده است از لیف خرما. یعنی دیگه حجت رو تمام میکنه برای توهین کردن. ممنونم سیاف جان. موری جان میخواستید صحبت کنید عزیز؟ بله سپاسگزارم بانو سمان. بله سیاوش به نکته خیلی خوبی اشاره کرد و این هم به نوعی ما به آیات بسیار زیادی اشاره کردیم از کلام الله. من میخوام یک آیه دیگری رو هم بهش اشاره بکنم که آیه 21 سوره احزابه که میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این رسول بزرگوار اسلام که اسوه اخلاق حسنه هست برای دوستان عزیز مسلمان، چه شیعه و چه سنی، در زندگی خودش همان گونه که در کلام الله فحاشی وجود داره، این فحاشی ها رو مرتکب شده. ما نمونه بارزش رو در غزوه بنی قریظه، در جنگ بنی قریظه میبینیم. من سعی میکنم برای اینکه اجماع رو در این باب نشون بدم، هرچند که نیازمند به یک زمان فکر میکنم 4-5 دقیقه باشه، این رو برای دوستان ارائه بکنم تا ببینند که این حرف من موری نیست، حرف بانو سوان نیست، حرف کاوش نیست، آن چیزیه که مورخین مسلمان نوشتند، آن کسانی نوشتند که سرمست بودند از پیروزی های اسلامی، از این قتل و غارت های اسلامی. همانگونه که در سوره انفال ما میخوانیم خدا از اینکه این دوستان عزیز دزدان مدینه در جنگ بدر آن کشتار رو به وجود آوردند، خدا اینها رو به نوعی میاد بهشون دلخوشی میده و میگه بله شما باید سرمست باشین از این پیروزی که به دست آوردید. از این روی رسول بزرگوار اسلام هم این فحاشی ها رو به وجود میاره در
جنگ بنی قریظه، وقتی که قریظیان تحت محاصره قرار میگیرند، رسول بزرگوار اسلام به سمت قلعه اینها میره، به سمت قلعه قریظیان میره و این فحاشی رو که به وجود میاره باعث تعجب حتی در بین همون یهودیان میشه. چرا؟ چون رسول بزرگوار اسلام در همون ابتدای دعوت خودش به اسلام، وقتی که به علی ابن ابی طالب دستور میده غذایی رو حاضر بکنه و بعد از اون بزرگان اون قریش رو دعوت میکنه به آنجا، حرفهای خودش رو که مدعی بوده از جانب الله آمده برای اونها عرضه میکنه و از جانب اونها بی‌اعتنایی میبینه، شروع به فحاشی میکنه. و وقتی که شروع به فحاشی میکنه، موجباتی رو فراهم میاره که کفار و مشرکین در برابرش بایستن. بعد از اون رسول وقتی که در نقطه ضعف قرار میگیره، آیاتی رو دریافت میکنه که بله، شما به خدایان اینها فحاشی نکنید، که آنها هم به خدایان به خدای شما فحاشی نکنند. یعنی ابتداعا رسول فحاشی میکنه، وقتی که در نقطه ضعف قرار میگیره اون خداش میاد به کمکش، آیه رو میآوره که شما به خدایان اونها فحاشی نکنید. بعد از اون رسول بزرگوار اسلام وقتی که دوباره در نقطه قدرت قرار میگیره، دوباره دست به فحاشی میزنه و نادیده میگیره حرف خدای خودش رو. در جنگ بنی قریظه رسول حرف خدا رو نادیده میگیره و فحاشی میکنه. ابن هشام این موضوع رو در جلد سوم خودش صفحه 31 اینگونه آورده: وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به قلعه های آنان نزدیک شد، فرمود ای برادران میمون ها، ای خوک ها، میبینید که خداوند شما را خار داشت و خشم خود را بر شما فرو فرستاد و انتقام خود را از شما گرفت؟ این ادبیات رسول بزرگوار اسلام که فحاشی میکنه به برادران و اجداد یک قبیله، نه به یک فردا. اینجا یک قبیله رو داره مورد خطاب قرار میده. این موضوع هم فقط ابن هشام نیاورده، واقدی هم در صفحه 377 در جلد دوم خودش اینگونه آورده، میگه پیامبر به حصار نزدیک شدند و ما آن طاغوت ها و پوزش میخوام و ما آن حضرت را در بر گرفتیم. آن حضرت خطاب به ایشان گفت ای خوکان و بوزینگان و ای بندگان طاغوت، مرا دشنام میدهید؟ آنها گفتند سوگند به توراتی که خدا بر موسی فرو فرستاده است، ما دشنامی نداده ایم. در تاریخ یعقوبی جلد 1 صفحه 411 اینگونه آمده: ای پرستش کنندگان طاغوت، ای روحای میمون ها و خوک ها، خدا با شما بکند و کرد. یعنی ببینید این فحاشی هایی که رسول انجام داده رو تمام مورخین آوردن. ابن سعد در طبقات خودش جلد 2 صفحه 75 اینگونه آورده، میگه و چون به نزدیک بنی قریظه رسید، فرمود ای همزادگان خوکان و بوزینگان، به سوی من آیید، به سوی من گویید. باز هم اینجا میبینیم این فحاشی رو رسول انجام داده. حالا بریم به سراغ طبری ببینیم طبری چه میگه. در جلد 3 صفحه 1083 طبری در باب این موضوع اینگونه آورده: و چون پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به قلعه ها نزدیک شد، گفت ای همسنگان بوزینه، خدا خارتان کرد و عذاب خیش بر شما فرستاد.
یعنی باز هم میبینیم اینجا طبری هم این موضوع رو آورده. پس این فحاشی رسول بعد از اینکه فحاشی به نوعی از جانب آن خدا که الله باشه رد شد و نهی شد و گفت این عمل نباید انجام بگیره، صورت گرفت از جانب خود رسول. خب وقتی که خود رسول دست به یک همچین عملی میزند، شما چه انتظاری دارید که در گام بعدی آن چیزهایی که قرار بشنوید به نوعی برای شما چه بگم آخه چه بگم؟ فقط این رو بهتون میگم، در دور بعدی قراره مواردی رو بشنوید دوستان عزیز که این الفاظ از زبان کسانی بیرون آمده که یک عمر این افراد برای شما الگوی اخلاق حسنه هستند. و اگر امروز میبینید در جامعه ایران، در جامعه افغانستان، در جامعه عراق و ترکیه و عربستان و یمن و لبنان این بی اخلاقی ها، این نوع ادبیات زشت و زننده و مشمئز کننده رواج داره، فقط به خاطر همین دین عزیزه که باعث شده اون فرهنگ هایی که ما داشتیم که زیبا بود و پسندیده تغییر پیدا بکنه و برسه به این رذیلت ها، رذیلت هایی که واقعا مشمئز کننده است و در شأن منزلت انسانی نیست. سپاسگزارم، میدونم خیلی زیاد صحبت کردم در این دور، پوزش بخوام بانو سوهان و همه عزیزان. نه ممنونم ماری جان از اطلاعات مفیدی که دادی. آقای دی اپوستیت، مایک در اختیارتون، 3 دقیقه. تشکر بانو سوهان، درود سلام خدمت همه دوستان گرامی. من میخواستم در اول بگویم که صدات خیلی ضعیف ازم، میتونید بلندتر صحبت کنید لطفا؟ بله. حالا خوب شد؟ یکم بهتره. بله، من میخواستم در اول بگویم درباره زندگی امروزی مردم ما. ببینین در کوچه و بازار وقتی یک طفل بزرگ میشه، همیشه در خانه پدر و مادر به او میگن که بیرون زیاد نگرد، با اشخاص بی تربیت رفت آمد نکن، هم بازی نشو، به خاطری که حرفای بد برات یاد میتن، فاش پدر و مادر، فاش حیوان و این چیزا را اکثرا اشخاص بی تربیت و دور از دسترخوان پدر و مادر این کارا را انجام میتن. و وقتی بزرگ میشیم و میبینیم در شخصیت بزرگان، مثلا اشخاص بالاتر از 20 سال، فقط کسایی از این لحن استفاده میکنند که در استدلال ضعف میداشته باشند. وقتی نمیتونند دلیل منطقی بیارند که طرف مقابل را قانع بسازند، مجبور به استفاده از توهین شخصی و استفاده از این چنین ادبیات ناشایسته میشن و به فکر خودشان احساس پیروزی در گفتگو میکنن. اما بقیه همگی متوجه میشه که چقدر یعنی ضعف در شخصیت انسان است. و عصبانیت هم یکی از زمین نشانه ضعف شخصیتی است. من خودم عصبانی میشم بسیار زیاد و اکثریت مردم عصبانی میشن. اما ما این را درک کردیم که وقتی عصبانی میباشم که نه توانایی نمی داشته باشم، یعنی عصبانیت خودش از ضعف انسان بیرون می آید. و وقتی می پردازیم به قرآن و حدیث، ما امی ضعف و امی کاستی ها را در وجود الله و پیامبرش می بینیم. کاوش جان یک آیت از ذکر کردن که می خواهیم به خوانش بگیرمش، از سوره اعراف است، آیت 179 میگه ولقد زرعنا لجهنم کثیر من الجن والانس، باقی گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم.
لهم قلوب و لا یفقهون بها، آنان قلب ها دارند که با آن اندیشه نمی کنند، و لهم اعین لا یبصرون بها، و چشم ها دارند که با آنان نمی بینند، و لهم اذان لا یسمعون بها، و گوش ها دارند که با آن نمی شنوند، اولئک کل انعام، آنها مثل چهارپایانند، بل هم عدل، بلکه گمراه‌تر هستند. اولئک هم الغافلون، آنان غافل هستند. ببینید در این آیت بسیار چیزهای جالب است. اول میگه که به خاطر جهنم ما انسان و جن آفریدیم، یعنی به خاطر سوختاندن آفریدیم اینا. و دیگه مطلب میگه که قلب دارن که با او تفکر نمی کنند. این ما میفهمیم که تفکر با قلب نمیشه، اندیشه با قلب انسان نمی کنه، با مغز می کنه. و در آخر میگه که آنان مثل حیوانات هستند، یعنی کسانی که آیات قرآن را قبول نمی کنند مثل حیوان هستند و حتی گمراه‌تر از حیوان هستند. و در آخر آیت میگه که آنها غافل هستند. این تناقضات بسیار از در آیت، یعنی کسی که غافل است من حیث پروردگار، من حیث آفریننده، تو باید ترحم داشته باشی به کسی که غافل است. یک انسان غافل را یک موجود مترحم، یک موجود با ترحم هیچ وقت در جهنم نمی سوزانه، چون او غافل است. کسی که از روی دانستن، از روی آگاهی یک کار اشتباه انجام میده، او را آدم مجازات میکنه، نه یک کسی که از روی غفلت و نادانی یک مرتکب یک کار اشتباه میشه. من میخواستم بگویم به دوستان عزیز ما که شخصیتی را که من میبینم یک پسر بی‌ادب، بد اخلاق کوچه و بازار است، و من نمیتونم هیچ وقت او تو یک شخصیت را بپرستم من حیث آفریننده تمام عالم هستی. امیرم میخواستم شریک بسازم امرویتم. تشکر از اینکه برام مایک کردید. ممنونم آقای آپوستی. یه همینی که میگید به نظر میرسه یک آدمی هست که هر وقت عصبانی شده، اگر تونسته تهدید کرده، اگر تونسته توهین کرده، اگر تونسته لعنت فرستاده و آرزوی مرگ کرده، هر وقت که خشمگین شده باز به همین شکل تهدید کرده، وعده های جهنمی رو داده که به شکل عجیب غریبی ترسناک و هولناکه. و اینا همه خصوصیات انسانی هست. هر جا که تونسته گفته اگر برای من کاری بکنید من هم برای شما کاری میکنم، یه مبادله، یه تعویضی، یه چیز رو بده، یه چیز رو بگیر. و همطور که گفتم همه خصوصیات یک انسان هست. چیز رو ما پیدا نمی کنیم توی قرآن که گفته باشه و یک انسان نتونه انجام بده. به همین دلیل که خب 100% این قرآن نوشته ذهن یک انسان هست تا یک موجود ماورایی. ممنونم ادریس جان. مایک در اختیارت عزیز اگر هستید. درود، خسته نباشین خدمت دوستان. فقط خواستم یک عذرخواهی کوچیک در رومی که دیروز داشتیم بکنیم. دست من روی هندرایز خود و حرفی نداشتیم، شانسی بود و نتونستم بیام بالا گپ بزنم و نمیدونستم که هندرایز که کدام از مدیریتورا کنترل میکنه، که عذرخواهی بکنم ازشان، نشد. الان عذرخواهی میکنم و بعد میریم سر تاپیک برنامه. خوشبختانه بعد از اینکه تاپیک ما در مورد پیشنهادات و انتقادات داشتیم، یک ذره تاپیک ها تنوع پیدا کرده، چون یک سری تاپیک ها در رابطه با سیکس در اسلام بود و چنان مدیراتورا و مخصوصا لالا کاوش بحث های سیکسی را در اسلام چنان با آب و تاب توضیح میداد و چنان زیر ذره بین، یا بهتر بگیم زیر میکروسکوپ خود میبرد، که منی که میشنیدم ارضا میشدم اینجا. بعد در رابطه با اینکه در مورد اسلام چی میدانید، خب من از وقتی که 6 سالم بود وارد مدرسه مذهبی شدم، حفظ قرآن شروع کردم، بعدها تلاوت، تجوید و قرائت. عاشق بحث در رابطه با شیعه و سنی بودم اون موقع، بسیار دوست داشتم، لذت می‌بردم. خیلی چیزهای دیگه که امروز اصلا به درد من نمی‌خورن.
و اگر بخوام از اونا استفاده بکنم باید وجدانم رو بذارم کنار و مثل ملاهای دیگه سو استفاده بکنم از مردم که من نمیتونم به کار بکنم و وجدانم رو نمیتونم بذارم کنار، مگه اینکه به ندرت پیش میاد که وارد مناظره بشم و در بحث ها به دردم بخوره. اطلاعاتی که در رابطه با اسلام دارم که متاسفانه در بین مسلمان ها هم هیچ اهل مناظره و اهل بحث آدم منطقی و درستری ندارم که بیشه کتش صحبت کرد. سرانجام چیزهایی که من میدونم در مورد اسلام به دردم نخورده و فقط وقت تلف کردن بده. و ای که آیا الله محمد و اهل بیتش فحاش بودند یا نه، دوستان به اندازه کافی گفتند و من فکر میکنم که فعلا فقط یک چیز کم داریم، طبقه هشتم در جهنم است که باید فقط مخصوص دشنام و فوش دادن برای گناهکاران میشد. سپاس که گوش کردین. خداحافظ. خداحافظم عادت شده. ممنونم اتریس جان. بله ظاهرا اگر بخواید طبقه بندی بکنین ما خیلی طبقات زیادی تو جهنم لازم داریم. من فکر کنم یه طبقه مخصوص باید بذارن برای ملا و اخوندهای بچه باز که اون باید بالاترین طبقه جهنم باشه. ممنونم که شرکت کردی. سیاوش جان میخواین صحبت کنید عزیز؟ نه بذار موری صحبت کنه. بله موری جان بفرمایید. سپاسگزارم بانو سامان. ببینید در باب این فحاشی ها من میخوام به دو مورد دیگر اشاره بکنم، اما چون وقت زیغه من سعی میکنم دو منبع رو از روی دو منبع برای دوستان بخونم و سایر منابع رو برای دوستان عنوان بکنم که خود دوستان برن به سراغش. به نوعی مورد بعدی در باب فحاشی هایی که رسول بزرگوار اسلام انجام داده که به نوعی برای دوستان آیه هایی رو عنوان کردیم و این در بین این آیه ها رسول بزرگوار اسلام به نوعی اسوه اخلاق حسنه بود و این اسوه اخلاق حسنه دست به فحاشی زده. در یکی از این موارد همون مورد معروفیه که عبدالله ابن سعد ابن ابی سر مرتد میشه، کسی که کاتب قرآن بوده یعنی نویسنده و نگارنده قرآن بوده و پی میبره به لاطائل بودن این دین عزیز و وقتی که رسول بزرگوار اسلام فتح مکه میکنه روی میاره که این شخص رو بکشه و اتفاقاتی روی میده. من سعی میکنم این موضوع رو برای دوستان از روی صفحه 654 مغازه واقدی بخونم. همچنین این موضوع رو دوستان میتونن در تبری جلد سوم صفحه 1303 و همچنین تفسیر کشاف زمخشری جلد دو صفحه 44 و همچنین تاریخ یعقوبی صفحه 420 بخونن. شیخ الفتوح رازی هم در تفسیر خودش جلد پنجم صفحه 1807 این موضوع رو آورده. اما ببینیم واقعی در این باب چه میگه. میگه گویند عبدالله ابن سعد ابن ابی سر از کاتبان وحی بود، گاهی اتفاق میافتاد که پیامبر به او املا میفرمودند سمیع علیم و او مینوشت علیم حکیم و چون پیامبر آن را میخوان میفرمود خداوند چنین فرمود. در نتیجه ابن ابی سر دچار فتنه شد و گفت محمد نمیفهمد چه میگوید و من هر چه میخواهم برای او مینویسم و اینها که نوشته ام به خودم وحی شده است همانطور که به محمد وحی میشود و از مدینه به مکه گریخت و مرتد شد و پیامبر روز فتح مکه خون او را هدر اعلام فرمودند. عبدالله ابن سعد ابن ابی سر برادر شیری عثمان ابن عفان بود و در آن روز پیش او آمد و گفت ای برادر من تو را برگزیدم، اکنون مرا در نظر داشته باش و نزد محمد برو و درباره من صحبت کن که اگر او مرا ببیند سرم را جدا خواهد کرد، جرم من سنگین ترین جرم هاست و اکنون برای توبه آمدم. عثمان گفت تو همراه من بیا. عبدالله گفت به خدا قسم اگر محمد مرا ببیند مهلت نخواهد داد و گردنم را خواهد زد، چون خون مرا هدر اعلام کرده است و یاران او همه جا در جستجوی من هستند. عثمان گفت
همراه من بیا، انشاءالله تو را نخواهد کشت. پیامبر ناگاه متوجه شدند که عثمان دست عبدالله را گرفته و در برابر آن حضرت ایستادند. عثمان رو به آن حضرت کرد و گفت: ای رسول خدا، مادر عبدالله ابن سعد ابن ابی سر مرا در آغوش می گرفت و در حال آنکه او را پیاده راه می برد و شیر خود را به من می داد و او را از شیر گرفته بود و به من مهر می ورزید و او را رها کرده بود، استدعا می دارم او را به من ببخشید. پیامبر روی خود را از عثمان برگرداند و عثمان را از جانب دیگر آمد و سخن خود را بر آن حضرت تکرار کرد. پیامبر باز هم روی خود را برگرداند و منتظر بود مردی برخیزد و گردن عبدالله را بزند، چون پیامبر او را امان نداده بودند. یعنی ببینید داستان خیلی جالبه، نمیخوایم وارد اون موضوع بشیم، اما وقتی که دیدن کسی چنان اقدامی نکرد و عثمان هم سخت اصرار می‌ورزیدند و دست و پای پیامبر افتاده و سر آن حضرت را می‌بوسید و می‌گفت: ای رسول خدا، پدر و مادرم فدای تو گردن، با او مدارا فرمای. فرمود: بسیار خوب. سپس رو به اصحاب کرد و فرمود: چه چیز مانع از آن شد که مردی از میان شما برخیزد و گردن این سگ را بزند؟ یا فرمود این فاسق را بکشد. این ادبیات رسول بزرگوار اسلامه. کسی که اسوه اخلاق حسن است. بگذریم از اون نوع خشونتی که در این داستان وجود داره و اون پادر میانی که به وجود میاد، اما این نوع اخلاقشه، نوع اخلاق رسول بزرگوار اسلام، نوع ادبیات رسول بزرگوار اسلام. و موضوع میدونید کجا فاجعه بار میشه دوستان عزیز؟ خب این رسول که خودش فحاش بوده، در چندین و چند جا براتون نشون دادیم از کلام الله و جاهای دیگر، اما همین فرد فحاش یک جایی رو معرفی میکنه به نام بهشت. از جانب چه کسی؟ همون خدای خیالی خودش به نام الله، که همون خدای خیالیش جایی نداره جز همون کله رسول بزرگوار اسلام، که چه چیزها ازش بیرون نیامده و امروزه باعث بدبختی و نگونبختی ما نشده. این رسول که این فحاشی ها رو می کرده، تمام این فحاشی های خودش رو از همون ابتدا تا این انتهای مردنش همه رو نادیده گرفته در اون لحظه و فرموده بله، کسانی که فحاشی می کنند هرگز رنگ بهشت رو نمی بینند. دوست عزیز مسلمون که امروز می آیی توی این اتاقها فحاشی می کنی، من مری دارم نمیگم، رسول بزرگوارت گفته، بزرگ خودتون، بزرگ علمای خودتون، شیخ کلینی هم این رو در اصول کافی آورده که رسول بزرگوارتون گفته هیچ فحاشی رنگ بهشت رو نمیبینه. حالا خیلی جالبی که خود رسولتون هم فحاش بوده این خودتون. حالا بگذاریم یه سری از شماها امروزه برای ما مدرن شدید، فحاشی نمی کنید. یعنی اون فتواهایی که در گذشته وجود داشته که بی احترامی و توهین و فحاشی به نوعی به افرادی که شیعه نیستن جزء اساسی از اون ارکان مذهبتون هست رو نادیده میگیرید و میخواید خودتون رو با جامعه جهانی بشری امروزی در یک راستا قرار بدید، اینها رو اصلا بذارید کنار، ببینید خود رسولتون چه گفته. کسی که این همه فحاشی کرده حالا میخواد بیاد بگه آقا فحاشی نکنید، فحاشی بده، همونجوری که الله گفت فحاشی بده، اما دوباره رسول اومد فحاشی کرد، حالا دوباره رسول خودش میگه فحاشی نکنید، اما ببینید در ادامه چه میگه.
کلینی این موضوع رو در جلد دوم صفحه 323 از کافی آورده. میگه پیامبر گفت به راستی الله بهشت را بر هر فوش دهنده و بی آبرو و بی شر که باک ندارد چه بگوید و به چه به او گفته بشود حرام ساخته، زیرا چون وضع او را بررسی کنی میبینی که یا زنازاده است یا شیطان در نطفه شریک بوده. خب رسول بزرگوار اسلام داره اینجا به نوعی نهی میکنه فحاشی کردن رو، رد میکنه فحاشی کردن رو، یا آقا این عمل مقبول نیست، پسندیده نیست. اما خودش در انتها دوباره فحاشی میکنه، میگه کسانی که فحاشی میکنن یه همچین افرادی هستن، دوباره خودش داره فحاشی میکنه و اصلا هم توجه نداشته که خودش داشته در ابتدا فحاشی میکرده. یعنی خود رسول بزرگوار اسلام یا ولد زناست یا شیطان در نطفهش دخیل بوده. چرا؟ چون خودش فحاشی کرده. از چندین و چند منبع به دوستان نشون دادیم که فحاشی کرده. حالا از رسول بگذاریم، خود الله که خداست، اصلا همه چی رو زبونم لال، مگه میشه؟ مگه میشه خدا زنازاده باشه؟ یعنی توی نطفه خدا هم شیطان دخیل بوده؟ اه خیلی اوضاع خراب شد که دوستان عزیز شیعه، شیعیان عزیز، خیلی اوضاع خیت شد. خدا هم یعنی بله؟ اه من اصلا دیگه زبونم بند اومد، نمیدونم چی بگم. خدا رم بله؟ با کتاب خودتون خدا رم بله؟ ای بابا بانو سوان، من دیگه زبونم بند اومد. خدا رو هم بله، من دیگه نمیدونم چه بگم. سپاسگزارم. ممنونم موری جان. باید این شیعیان بیشتر کتابای خودشون رو بخونند، بعضی هاشو شاید خودشون آتیش بزنند و اگر نه لااقل دوباره تجدید چاپ نکنند، چون اینا چیزای خطرناکه بر علیه خودشون. سیاوش جان میخواستی صحبت کنی عزیزم؟ حالا اگر امکانش هست، چون فکرم دوستان خیلی منتظر موندن، میخواد یکی دو نفر رو بشنویم بعد من صحبت کنم. حتما عزیزم، مدیریت شما حتما بهتر از مال منه. آریان جان مایک در اختیارت عزیزم، 3 دقیقه منیج کنی. تشکر بکنم از شما عزیزان، ممنون شما از این روم بسیار خوب شما. من زیاد صحبت نمی کنم، فقط کوتاه بر شما میگم که روم شما روم خیلی عالی. بله، در مورد دین اسلام چی میدانید؟ من زمانی که تولد شدم، پیدا شدم، چیزی را به نام دین اسلام در کشور و خانواده خود شنیدیم، آموختیم. دین اسلام دین خوبی نبود. اگر دین اسلام دین خوب می بود، امروز ما کشورهای با رفاهی می داشتیم، دین خوبی می داشتیم، کشور خوب می داشتیم. دین اسلام می توانست دین ما را، کشور ما را، کشور به مثل کشورهای اروپایی کشور خوبی قرار می داد که نداد. دین اسلام به هیچ صورت نه از نگاه انسانی، نه از نگاه منطقی، نه از نگاه قانون حقوق بشر دین خوب قرار نداد. کشور ما را، ایران، افغانستان، پاکستان، هندوستان، این کشورهای ما را به گند کشانید. لحاظا دین خوبی نبود. حالا اگر مسلمانان بیان بگه ها این جنگ ها از جانب
کشورهای بیگانه صورت گرفت. تو چرا جنگ میکنی مسلمان؟ تو جنگ نکن. پس من کافر، من یهودی، اگر در بین تو و برادر تو جنگ افروختم، پس تو جنگ نکن. تو چرا جنگ میکنی؟ لحاظا دین خوبی نبودی. و آیا الله و محمد اهل بیت فحاش بودن؟ بله فحاش بودن. در کتابی که من خواندم، پدر بزرگ بحترم من عالم دین بود، این پدر بزرگ من برای میخوند. وقتی میخوندم، وقتی میشنیدم، این دین هیچ چیز مورد اخلاقی بر من نیاموخت. به این خاطر من مسلمان این دین را ترک کردم. سوره قلم آیه 13، خشن زنازاده و حرامزاده و اینها من ترکش کردم. سوره عراف آیه 179، فرقان آیه 44، چار پایان گمراه. محمد آیه 12، کافران شهوتران شکم پرست چار پایان هستند. نه، شما چی هستین؟ وقتی شما در بهشت میرین چی هستین؟ در بهشت شما مسلمانان عزیز چی میکنین اونجا؟ با حوران، با غلمان شراب مینوشین، لواط میکنین، زنا میکنین، سکس میکنین. این چی هست پس؟ پس اگر من در این دنیا با خانم، با همسرم، با دوست دخترم هم بستر میشوم، این گناه است. تو در بهشت میری با 72 حور تو هم بستر میشوی، این چی است؟ انفال آیه 55، بدترین جنبندگان کران لالان. توهین به کر به لال صورت گرفته. سوره بقره آیه 10، دلهایشان مرض است و الله بر مرض آنان افزود. تو چی هستی پس؟ من گناه من اینجا چی هست که تو در دل من این مرض را افزودی؟ بقره آیه 12، ابله ها، من ابله هستم، چی کردم؟ و پرواز خر باور نداشتم، بر زیستن در شکم ماهی باور نداشتم، بر اینکه سلیمان بر در 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 بر اینکه با حیوان سخن گفت، با مورچه و هدهد و اینها سخن گفت، باور نداشتم. من ابله هستم، ای برادر، ای جان من، ای هموطن، هم زبان من، ای انسان جان من، کی ابله هست اینجا؟ من یا تو؟ بقره آیه 12، ابله ها، ابله کی است؟ جمعه آیه 5، خر زشت بیان ستمگر. و چی زشت بیانی کردم اینجا؟ این که من حقایق را شما بیان نکنم. توهین نکنید مسلمانان عزیز. احترام به شما، احترام به مقدسات شما، احترام به پیامبر شما، احترام به خدای شما، به دین شما، به مذهب شما. اگر تو مذهب تو بیاید به من بگوید که تو آریاند، تو ابله هستی، تو حرامزاده هستی، تو گستاخ هستی، نه اینجا تو به من توهین کردی. نه اینکه من این نقد مقدسات شما را بیان بکنم. من به هیچ وجه ابله و کافر و اینها نیستم. سوره جمعه آیه 5، خر زشت بیان ستمگر. خر من هستم؟ تو به خر توهین میکنی؟ برادر عزیز، هموطن من، همزبان من، چرا توهین میکنی؟ خدای تو به من توهین کرد. توهین خدای تو را به انتقاد میکنم. من اینجا کافر میشم. کافر به معنای ستمگر، بدکیش، بدراه. تو کافر، کافر خودش یک واژه توهین آمیز است. بد است. عزیز من، مسلمان گرامی، سوره توبه آیه 28، نجس. حالا هر کس که است، مسیحی است یا یهود است یا آتیست است یا مشرک است، هر کس را گفتی این خدا چی گونه است که با این بزرگی، با
این خدا با این بزرگی این جهان عالم هستی را می آفرینه می آید. منو توی مشرک و کافر آتیس را نجس می پنداره؟ نه. جمع بندی می کنی آدم جان. چشم بله. این خدا نیست. این انسان است. عزیزان من. بدانید این موضوعات خر و سگ و موش و پشک گفتن بکشید و بخورید و بزنید بکشید اینها سخنان انسان است. این موارد انسانی است. انسان عبارت از خشنترین موجودات این سرزمین است. این جهان بگیم، جهان و زمین یک معنا را داره. جهان وقتی میگم زمین است. این موجودات خشنترین، نادانترین، بی ارزترین این موجودات اصلا که من و تو را حرام زاده میگن، ما را واجب القتل میپندارن. این موجودات موجود زمینی اصلا، نه خدا. قرآن کلام انسان است، نه از خدا. ممنونم. سپاس از خدا. بله. ممنونم آقای انجا. مرسی. آقای حمید، تشریف دارین عزیز. آقای حمید تشریف دارید عزیز. صدای مایکتون بسته است. صدای من هست؟ بله بفهمید. بله مرسی، ممنون از روم خوبتون. میخواستم بگم که اولا که این اسلام و این قرآن این اصلا خودش کلن یک توهین به شعور انسان و این خودش یعنی اصلا کلش، کل وجودش یک توهین به شعور. در محتوای قرآن هم اگر وارد بشیم می‌بینیم که بزرگترین توهین رو به زن کرده و به شخصیت زن و به کرامت زن. آیات متعددی هم وجود داره، از آیات ارث، آیات حمله به زنان شوهردار و خیلی چیزهای دیگه. اما یک موردی که گفتم حالا مربوط به تاپیک اینو بیام عنوان کنم، مربوط میشه به آقای محمود عرضی از مدعاهای مورد علاقه رهبری آقای خامنه ای که به ایشون گفتن چرا انقدر فوش میدی؟ برگشته گفته امام حسین چون فوش میداده منم فوش میدادم. گفتن کجا فوش میداده؟ گفته اونجا مثلا میومده به ابن زیاد که حاکم کوفه بوده، به ابن زیاد میگفته که حرامزاده. خب پس چون اون فوش میداده پس منم فوش میدم. همین، حالا همین به ذهنم رسید. ممنون. ممنون آقای حمید. میتونیم در خدمتون باشیم تو اودینس و مستر اگناستیک و همچنین. لیلی جان 3 دقیقه مایک در اختیارتون هستید عزیز. با درود به عزیزان، ممنون از روم خوبتون. در وهله اول اینو بگم، در مورد اسلام فرمودین که چه میدانید، ما با اسلام به دنیا اومدیم، با اسلام زندگی کردیم و همچنان در جامعه ما همیشه کنار ما بوده، خیلی میدونیم. ولی چیزی که هست کوتاه فقط میگم که به اصطلاح طولانیش نمی کنم، اینکه آیا الله، محمد، اهل بیتش فحاش بودن؟ اون که اصلا واقعا فحاشی مسئله نیست، فحاشی چیزی نیست که بخوایم اونقدر براش الان اهمیت قائل بشیم. به این توجه کنین که سر میبرن مثل آب خوردن، تا جایی که میارن و به وضوح توی خیابون اونو میچرخونن و بین مردم اونو نشون میدن. یعنی شما اینا در نظر بگیرین اسلام چه کار می کرده و چه کار داره می کنه. و به جای اینکه طرف بره قایم شه، خودشو پنهون بکنه. ما اینا داشتیم، کسایی که ما هنوز چنین چیزایی به ندرت توی
جاهای دیگر کشورهای غیر مسلمان داریم میبینیم. طرف میره خودشو پنهان میکنه که کسی نبینش نگیرش، ولی این انقدر به خودش این جرأت رو میده که میاد توی اجتماع اون سر بریده، اون بدن تیکه تیکه شده رو میاره و به نمایش میذاره. و این رو ببینین که چجوری به خودش این جرأت رو میده که به جای اینکه مشکلش رو ببره یک جایی قانونی حل بکنه، خودش قانون رو به دست میگیره. یعنی ما در اسلام جز اون کتاب چیزی دیگه‌ای براشون نیست، یعنی قانون براشون مفهوم نداره و اینو متوجه نیستن، نمیفهمن که اگر قرار بشه هر کس قانون رو خودش به دستش بگیره، چنان هرج و مرج میشه که هیچ کس در خونه نمیتونه آروم بمونه. یعنی خانومهای شما، دختران شما، پسران شما همه در خطر میافتن و متاسفانه مردم اینو در جامعه متوجه این نیستن. یک عده به خودشون این اجازه رو میدن، میگن که خب این از اون شوهرش فرمان روایی نکرده، باید کشته بشه. نه، برگردین یکم به خودتون فکر کنین، یه زنگ خطری باشه برای تک تک اعضایی که در اون مملکت یا جاهای دیگه، مهم نیست که کدوم کشور، جاهای دیگه این کارا رو که انجام میدن، این نشونه اونه که افراد قانون رو دارن به دستشون میگیرن و نباید اینطوری باشه. من طولانیش نمی کنم. ممنون از اینکه به مایک دادین و اجازه دادین من صحبت کنم. ممنونم خانم لیلی. بله، حرفتون خیلی درسته. یعنی یکی از بزرگترین توهین هایی که به ما شده لااقل تو این 43 سال اخیر، کشتن آدم ها، کشتن افرادی بوده یا از طریق خود جمهوری اسلامی یا تحت تاثیر این اسلام عزیز. و کسانی که کشتن نه تنها اینکه شرمنده و خودشون رو گناهکار نمیدونن، بلکه با افتخار این کشتنشون رو، این قاتل بودنشون رو اعلام کردن و متاسفانه خیلی مغرورانه به همونطور که میگی به مرحله نمایش گذاشتن، که این خیلی بدبختی بزرگیه دیگه که ما از اسلام به ارث بردیم و همچنان ادامه داره، که خانواده‌های مذهبی این کار رو یه کار درستی میدونن که کسی رو که به حساب خودشون کار خلافی کرده، این رو به حساب حفظ ناموس و غیرتشون میدونن و دست به کشتن میزنن. و صحبت کردیم قبلا چقدر خوبه کشورهایی که ناموس ندارن، آدمایی که توش زندگی میکنن ناموس ندارن، غیرت ندارن، لااقل اینجوری همسرانشون رو نمیکشن با افتخار دور شهر بگردن. ممنون ازتون خانم لیلی. کاوش جان صحبت میخواید بکنید یا من دوستان دیگر را وقت میتونیم؟ بله موری جان شما میخواید صحبت کنید، خدمتتون هستیم. سپاس. من فقط میخواستم در مورد اینکه همسر کشی یا دختر کشی به وجود میاد دو مورد رو بهش اشاره بکنم. موضوع اول، وقتی که فرزند کشی به وجود میاد، ما یک حدیث بسیار مشهور داریم که میگه تو و تمام دارایی تو از آن پدرته، حالا چه دختر باشه چه پسر. و بر اساس این قوانین اسلامی وقتی پدر که صاحب فرزند هست دست به فرزند کشی بزنه، هیچ گونه مجازاتی رو متحمل نمیشه. در برابر همین نقطه متوحشانه، یک نقطه متوحشانه دیگر وجود داره که وقتی همسر دست به این عمل متوحشانه بزنه، یعنی چه؟ یعنی اون بانو رو به قتل برسونه. از آنجایی که باز هم یک مرد یک زن رو، که امروز اتفاقا در برنامه اینستاگرامی که داشتیم به این موضوع اشاره کردیم، مردان مسلمان وقتی میخوان در باب یک زن یک نظر حقوقی داشته باشن، ابتداعا
به آلت تناسلی آن زن یک دیدگاهی دارند و بر اساس آن مالکیتی که به وجود میاد بر روی آلت تناسلی زن، مالکیت آن ماده که زن باشه رو به نوعی به دست میارن. و وقتی که زن در مالکیت یک مرد باشه، از این رویه که وقتی یک مرد زن خودش رو در یک حالتی ببینه که این حالت یا میتونه در حالت دخول باشه یا یک عشقبازی باشه، یک انسان که زنش باشه رو به قتل برسونه. خب اینجا خودش هزاران موضوع میتونه به وجود بیاد که یک انسان متعقل، کسی که میاندیشه، حداقل قتل رو مرتکب نمیشه. این رو ما امروزه داریم در بسیاری از جوامعی که اونها رو به عنوان جوامع سطح یک در درجه اول یا ممالک دنیای اول میشناسیم میبینیم. بر اساس اون آموزش هایی که داده میشه، انسان وقتی که در یک همچین شرایطی قرار میگیره، سعی میکنه انسانی رفتار بکنه، نه اینکه متوحشانه. خب اینها همه برمیگرده به اون نقطه آموزش که متاسفانه ما نداریم و باید سعی بکنیم این حکومت‌های متوحش رو بر بیاندازیم و بتونیم این سیستم‌های آموزشی رو پیاده بکنیم در ممالک خودمون و از پس این سیستم‌های آموزشی بتونیم جامعه سالم رو پرورش بدیم. این برای این موضوع. اما دوباره برگردیم به موضوع اتاق فحاشی هاست. من دوباره سعی میکنم به یک نمونه، چون در این باب خیلی توضیح دادم، اینجا یک نمونه رو دوباره اشاره بکنم از مسند امام باقر علیه السلام. البته این امام غیرش خیلی زیاد بوده، از جلد دومش صفحه هفتم، برای دوستان بخونم. میگه روزی امیر مؤمنین در مسجد کوفه حضور داشتند. زنی به آنجا آمد و علیه شوهر خود از امام یاری خواست. امام به نفع شوهر و بر ضرر او رأی داد. زن خشمگین شد و عرض کرد: نه، به خدا عادلانه و بر اساس حق قضاوت نکردی و خدا از حکم تو راضی نیست. علی علیه السلام به او نگاهی کرد و گفت: دروغ میگویی ای گستاخ، ای فحاش. حالا تا اینجا خود دوستان توجه داشته باشند که این بیچاره، این زن بینوا که از جانب شوهرش یک رنجی رو متحمل شده بود، چه فحاشی کرده بود به این امام بزرگوار که این امام اینگونه داره از این مغلطه هوشیگرایی استفاده میکنه. ببینید چه میگه: دروغ میگویی ای گستاخ، ای فحاش و ای سلیته که از پشت هیز میشوی و از جایی که زنان آبستن میشوند تو از آنجا آبستن نمیشوی. این ادبیات امام بزرگواره، کسی که اسوه رشادت و دلیری و جوانمردی در بین شیعیانه. حالا این موضوع رو که من برای دوستان خوندم، یاد یکی از خاطرات افتادم. ما به یک سفری رفته بودیم، سفر زیارتی بود از سمت مدرسه. وقتی که رفتیم و برگشتیم، راننده اون اتوبوس که فرد مذهبی هم بود، بر اساس اون ظواهری که داشت، یکی از این دانش آموزان که هم کلاسی ما بود، ما کودک بودیم، فکر کنم
دوم یا اول راهنمایی بودیم. فکر کنم 13 سال 14 سال سن داشتیم. این راننده که به ظاهر خیلی هم مذهبی بود، ریشی داشت، یقه رو تا بالا بسته بود، وقتی که یکی از این والدین در بیرون آوردن اون چمدان از زیر اون جای بار کمکاری کرده بود، دقیقاً همین فحاشی که علی ابن ابی طالب انجام داد رو برای مادر اون کودک روا داشت. حالا خب این جمله علی ابن ابی طالب رو من براتون خوندم دیگه، حالا نمیخوام اینجا دوباره به زبان بیارم که این راننده چه گفت و به اون زن چه گفت. خب وقتی که امروزه ما میبینیم در جامعه ما این فحاشی ها تا این حد رواج پیدا کرده و تا این حد جنسیت زده هست این فحاشی ها، و نگاهی اگر داشته باشیم به این باورهای خودمون که این شخص، اشخاصی که به نوعی در باورمون برجسته هستن، چگونه ادبیاتی داشتن، فکر کنم اگر از کمترین ذریب هوشی هم برخوردار باشیم بتونیم ریشه رو دریابیم که بدونیم بله، اگر امروز این شخص داره از یک همچین ادبیاتی استفاده میکنه، یک الگو و به نوعی اسوه اخلاق حسنه ای داشته که او هم این چنین میگفته، این فرد هم امروزه داره برای اینکه دفاع بکنه از آن شخص اینگونه میگه. باسه من در این دور همچون آخوندها رفتم بالای منبر، پوزش میخوام بانو سوام بفرمایید. مرسی موره جان. من قبل از که از دوستان آقای لاین خواهش کنم صحبت کنن، یه آیه 54 سوره مائده رو میخوام براتون بخونم. آیه 60 سوره مائده میگه کسانی هستند که خدا لعنتشان کرده. پس خدا بعضی رو لعنت میکنه یا کرده قبلا، و بر آنان خشم گرفته و برخی از آنان را به صورت بوزینه و خوک درآورده. من فقط میخواستم بهتون بگم اگر خوکی، بوزینهی دور بر خودتون میبینید، مواظب باشید که بهش بی‌احترامی نکنید، چون اینها انسانهایی بودن ظاهرن که خدا چون به خشم آمده اینها رو به صورت حیوان درآورده. حالا مشکل من این هست که اگر بوزینه و خوک حیوان‌های بدی هستن، خدا چرا حیوان بد خلق کرده؟ اگر حیوان‌های خوبی هستن، چرا انسان‌ها رو تحقیر کرده و به بوزینه و خوک، به شکل بوزینه و خوک درآورده؟ این همه سوالاتی هست که تو ذهن من هست. شما هم فکر کنید، شاید جوابی برای من پیدا کنید. من تا قبل از اینکه من دو تا آیه دیگه هم براتون بخونم، چون من خیلی فکر کردم که خدا چرا انقدر تهدید میکنه، چرا انقدر توهین میکنه. خدا که غیر از اینکه ما رو بخواد ببره به بهشت اندیشه دیگه ای نداره. ولی فهمیدم که خدا تمام هدفش همینه که ما رو به بهشت ببره، حتی بعضی جاها ما رو میترسونه. ببینید در نازعات آیه 19 در مورد فرعون میگه، میگه من تو را به سوی پروردگارت راه نمایی میکنم تا از او بترسی. یعنی با این ترساندن میخواد خدا فرعون رو به بهش ببره، داره بهش خدمت میکنه. و در سوره نازاد آیه 40 دوباره میگه اما کسی که از مقام و منزلت پروردگارش ترسیده و نفس او از هوا و هوس باز داشته شده است، منظور این که خودش نفسش رو از هوا و هوس باز داشته و از خدا ترسیده، جایگاهش بهشت است. پس خدا همه این توهین و تهدید و تحقیر و همه اینها رو میکنه که ما رو به بهشت ببره. یه وقتی فکر بد نکنید دوستان. بله کاوش جان، مطلبی داشته ازم میخواستی بگی؟ نه من مطلبی ندارم سوال جان. فوزی جان 3 دقیقه مایک در اختیارت عزیز. تشکر سوال جان عزیز.
ما آیه 5 سوره نساء را به شما میخونم. البته آیه را نمیخونم نشوه که مسلمان نشوم یک دفعه. که صفیه بودن زن چطور میتونه در این آیه بگویه؟ الله، الله متعال، رب العالمین از اعمه شید در تفسیر آیه 5 سوره نساء به صراحت تمام زنان را احمق و صفیه خواندند. از امام باقر نقل شده است که در خصوص آیه 5 سوره نساء گفت مقصود از احمق ها زنان و فرزندان هستند. عبدالله ابن سنان از ائمه شیعه نقل می کند که گفتند اموالتان را به شرابخور و همچنین به زنان نسپارید چون احمق و صفیه هستند. خب همقدر فکر می کنم در این مورد بس است. کاش ما را در اسلام و در این قرآن مبین و پاک ما را تنها بوزینه و خر می گفتن یا لقبه های دیگه می دن. در اسلام سوره ها یک سوره نه که نیمی از قرآن پر از توهین و اهانت به زن است. من اهانت به زن و توهین به زن از آیه سوره نساء آیه اولش برتون میگم که الله میگه الله که همه چیز یعنی خلق کده به بزرگواری خود، یعنی تمام کائنات خلق کده. ببینین که چی قانونی از شروع زندگی بر زن اهانت میکنه و میگه این در قرآن آیت است. ما انسان ها را از تن یا نفس یا نفس به معنی مرد، نفس واحد یعنی مرد آفریدیم و همسر او را نیز از او. در اینجا از موجودیت زن به صفت مادر کاملا انکار کرده، یعنی مرد زن زایید، مرد زن زایید. و نام حوا همی که ما شما هر روز برای ما میشنیم این را فهمیدیم که اصلا قرآن که خواندیم که کلمه همی حوای بیچاره اصلا نامش یاد نشده، یعنی هی خود یک تغییر است. وقتی به سوره های بسیار مشهور قرآن امی مخصوصا سوره نساء آیه 43 امی که مرد بر زن قوام میته، یه خود نشان میته که مرد ما در مالکیت شستیم، ما هیچ حق نداریم. از درس و تعلیم همه چیز چطور معروف میشیم؟ به اساس اینمی آیه سوره نساء آیه 43 ما چطور ببخشید و ما چطور نشوزه ها نمیشیم؟ چرا مرد نشوزه ها نمیشه؟ ما چرا یک آیه شبه امیر نداریم در اسلام که وقتی بر زن یک قانون مانده که قوام داره؟ چطور ما نمیتونیم با مرد که همه مردانه است البته، که مرد با وجود که یک عالم مشکلات خلق میکنه، ظلم و فجایع به حد آخر که تا سرای ما را میبره، در کوچه ها ما را میرخسانن با سرهای خونین ما، چطور یک قانون اصلا اتوی قانون وجود نداره؟ چون مرد بر زن قوام داره. و شما ای آیات تکراری بارها شنیدین. وقتی ما سوره نساء آیه 3 را میخونم مرد میتونه 4 زن بگیره، 2 2 3 3 4 4، آیا این توهین و عقارت به زن هست یا نیست؟ سوره طلاق آیه 4 این خود توهین و اهانت به طفل و زن هست یا نیست؟ مسلمانان عزیز ای را خواندین، ای را میفهمن و ای را به شکل دیگه توضیح میتن برای ما که ما همیشه به اشکال مختلف همه ای را بازی دادن ولی آل کس را بازی دادن نمیتونن. برای زیر ای را ما میخوانیم، ما فقط ترجمه را کار داریم، ما تفسیر نمیخوایم، به خاطر از اینکه آدم میتونه به تفسیر به هر شکلی که آدم خواسته باشه یک موضوع را تغییر بده. امیرای تفسیر اینا برای خود باز گذاشتن. ما سوره بقره 228 می خونیم مردان بر زنان برتری دارن. ببینین یک آیت نیز آیات وجود داره در موضوع ارث و در موضوع شهادت. ما سوره بقره رو می خونیم 282، شهادت دو زن برابر یک مرد است. شما خود فکر کنین که این توهین و اهانت به انسان مثل زن است یا نیست؟ شما فکر بکنین برای یک زن در سوره بقره در 230 میگه زن از طرف مرد بسیار آسان، بسیار آسان طلاق طلاق طلاق. این خود گوش های ما گفته شده، این چیزایی نیست که آیات ما بگوییم به نمره. با اینمی آیات ما زندگی کردیم، این آیات ما عملا در زندگی خود دیدیم، در میراث دیدیم، در وقت نکاحی را دیدیم، در مرد دیدیم، در قبرستان دیدیم، همه چیزا مگر سر ما شما عملی شد یا نه. ولی هنوز هم ملا صاحب ها میاین اینجا مالکشی میکنن. اگر در سوره نساء آیه 43 برین دوستای عزیز، این را باید تکرار کنیم همیشه، اگر زن شما را لمس کرد دستایتان را بشوین بعد نماز بخونین. زن نجس است. و شما خوب تصور بکنین که ما در این سوره ای که میخونیم در آل عمران، این کلش بسیار سوره های واضح است، هیچ ما ضرورت ندارم به تفسیر از برام، من میفهمم دیگه، بسیار ساده گفته، قرآن مبین است. در آل عمران که میگه زن کالاست در ردیف حیوانات و اشیا برای خوشگذرانی مرد است.
و 223 زنان کشتزار شما هستن. یعنی ما کدام از آیات بگویم که ده اینجا ما احساس کنم که به ما حق انسان اصلا یک وجود نداره، که تو به ما داده شده که ما بگویم که ده انسان به ما مرا انسان فکر کرده، اصلا فکر نکرده. چرا ده ای آیات همه چیز وضاحت داره. در اسلام یک چیزایی وجود داره، ما شما را خواندیم که یک سیستم به نام مبالحه داشتن. اینا در دشت ها میرفتن با هم میجنگیدن، با زن اولاد خود میگفت بیاین با هم اینجا دو دشنا میتیم در آتش سوزان که در بگیرن تا بالاخره الله آیت خدا یا لعنت خدا به شما نازل کنه. یعنی کلش دو دشنا امی کلماتی که در امیال سرما استعمال میشه که زن پستان زن اندام زن در جنت توفه میتن، امی که ما توفه میشیم، امی که ما فروخته میشیم، امی که در افغانستان ما شما سالها وجود داشته با چشمای خود ما در فامیلای خود دیدیم که زن مثلا هم تایانه میمانن هم نکام میکنن، این رو کاملا میفروشن. دیگه فکر میکنین که زن آیا اجازه از این داشته باشه که تا با باری خود با وجود خود ببینه که یعنی من انسان هستم، کجای ما به ما تعلق داره؟ همه سر و پای یک زن در جامعه اسلامی به مرد، به پدرش، به برادرش تعلق داره. شما حادثه دردناک، اسفناک که اصلا یاداوریش برادرم بسیار مشکل است، من خود بخی مریض شدم اصلا، دخترک مونا را شما دیدین، دختری را که در 12 سالگی به اساس چی؟ به اساس نمی قوانین مضحک اسلامی به ازدواج یک مرد که نمیفهم چند ساله بود. شما سعی کنین یه خطرناک از یک خانم، از یک دختر بیچاره معصومه که خبرش در رسانه ها رسید، هزاران زن دختر در افغانستان، ایران و کشورهای اسلامی شما فکر کنین سرایشان بریده شد، پود شد، تک تک شد، پارچه پارچه شد، گشت صدایشان بلند نکد. شما یمی حالت تصور کنین به صفت یک انسان، ما خو اصلا به صفت یک مادر، یک زن، ما خود در جای ازو فکر میکنم که من مونا هستم، دخترای من مونا هستن، که چطور میتونه این حق کی داد؟ کی داد یقه؟ حق اسلام داد با جرات کامل. شما دیدین استادی که در فرانسه کشته شد، یک مسلمان، وقتی که سر زد با کدام جرات زد؟ به خاطر که اسلام بر زوی اجازه داده. در اروپا شما یه اخبار همیشه شنیدین، امیال میشنوین شما که هر رابطه که بعدی که با یک زن میشه و زن خود میکشن، اطفال خود میکشن، اینا کجا میگرزن؟ پس میرن دوباره افغانستان و ایران. به خاطر چی؟ اونا در حمایت اسلام قرار میگیرن در افغانستان، ایران و کشورهای اسلامی. چطور میگرزن از کشورهای اروپایی؟ به خاطر که قانون اینجا اینا را قایم میگیره، اینا را به جزای اعمالشان میرسن، یا را تجدید تربیت میکنن، یا را به اساس قانون مجازات میکنن، یا را سرشان نمیبرن. ولی در افغانستان اینا حمایت میشن، در ایران اینا حمایت میشن. شما فکر بکنین وقتی یک زنه که هیچ حقی گب زن نداشته باشه، از 12 سالگی در اختیار یک مرد داده شوه، مرد کاملا آزادی داره در اسلام، در هر جایی که باشه، در داخل افغانستان، در داخل ایران، در بیرون از نا. ولی یک زن که هیچ کس نمیتونه از او حمایت کنه، بالاخره دست به فرار. یک دختری که 17 ساله باشه چطور با چه قدر مشکلات نمیفهم که فرار کرده باشه از گیر از این مصیبت؟ و بالاخره فکر کنین پدرش، به خاطر پدرش میفهم از نوای اسلام، قانون برام جزا نمیده، پدرش نمیده، جمع بندی میکنه چشم. و شما فکر کنین که این حادثه یک حادثه نیست، میلیون از این حادثه به شو چشمای ما شما تیر شده. و امین ملاها قرآن شیرین نشان دادن، این همی آیات در که بر شما گفتم میره شیرین نشان دادن، به یک شکل دیگه مسخ میکنن که گویا قرآن همه چیز است، قرآن مبین، قرآن پاک، قرآن بزرگ، الله بزرگ، الله توانا. وقتی که ما خواندیم ما اصلا تاسف کردم که عیفی عمر ما که گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، النساء و الرجال قوامون علی النساء، و تمام آیات را کلمه میخونیم، ما ای را خواندیم، نماز خواندیم، امرای ازی عبادت کردیم، در ختمای قرآن ششتیم، و همگی بدون ازی که معنایش را بفهمیم. تشکر از روشنگری، از علم، از دانایی، از دانش که با یک سویچ میتونین همه معلومات به دست بیارین. تشکر دوست عزیز. ممنونم فوزیه جان. به مطلب جالب اشاره کردید، آل عمران 61، آیه 61، اینجا در رابطه با مباهله یعنی نفرین کردن صحبت میکنه. مباهله یکی از سنت هایی که وقتی دو تا قوم، الان که ما انجام نمیدیم ولی اون زمان ها وقتی دو تا قوم با هم بحث و جدل داشتن و نمیتونستن به نتیجه برسن، میگفتن بیایم مباهله بکنیم، هر کدوم از اینها یک چه میدونم گروهی از فامیلاشون رو جمع میکردن، میرفتن توی دشت دمنی مقابل هم میایستادن و به هم لعنت و نفرین میکردن.
و انقدر اینها میستادن ساعت ها لعنت و نفرین میکردن تا اینکه آخرین نفر از یک قوم از پا در بیاد و اون طرف دیگه میگفت من برنده شدم. یعنی اصلا نمیتونی با هیچ عقل و منطقی این رو راجبش به درستی فکر بکنی. مباهله در آیه 61 سوره آل عمران اومده که اینم باز توهین به شعور شخصیت انسان هست. سیاوش جان ببخشید من مایکت رو ندیدم، بفرمایید ازم بعدم موری صحبت بکنم. موری جان مطلب تو بگو من بعدم صحبت. سپاس سیاوش جان. من حالا دیدم که دوستان زیادی بالا اومدن، گفتم در بین گفتگوی هر کدوم از این دوستان چون موارد زیاده من سعی کنم به یک کدوم از این موارد بدون اینکه بخوام خودم دیدگاه خودم رو وارد کنم فقط یه نمونش رو در مابین صحبت دوستان بخونم. الان برای دوستان میخونم از من لا یحسر و الفقی جلد 6، البته ترجمه فارسی صفحه 375، روایت 5909. میگه و امام صادق علیه السلام فرمود کسی که از ناسزاگویی خود درباره دیگران و از دیگران درباره خود باکی نداشته باشد. این در واقع داره اشاره میکنه به همون روایتی که از کافی براتون آوردیم که رسول بزرگوار اسلام دقیقا یک همچین موردی رو بهش اشاره کرده بود. میگه نطفه اش با مشارکت، بریم صفحه بعدی، با شیطان است و کسی که باکی نداشته باشد که مردم او را بدرفتار بدانند از آن شیطان است و کسی که از برادر مؤمنش بدون وجود عداوتی میان آن دو غیبت کند او فرزند شیطان است و کسی که شیفته محبت حرام و شهوت زنا شود از آن شیطان است. پس امام علیه السلام فرمود زنازاده را نشانه هایی است. اینجاش خیلی جالبه، یعنی الان این نکته‌ای که دارم اشاره میکنم بهش مربوط میشه به خیلی از افراد، همچون عمر ابن خطاب، همچون ابوبکر صدیق که دروغ گفت شد صدیق، همچون عثمان و بسیاری دیگر از نزدیکان رسول تا بگیر به امروز که افراد بسیاری هستند که سعی می کنند یک دشمنی داشته باشند نسبت به این افراد و همچنین بسیاری از افرادی که در این اتاق حضور دارند. هر چند که من موری و سایر دوستان مدیر که در این اتاق هستم من حداقل می دونم به واژه زنازاده هیچ گونه باوری ندارن. به فرض مثال من موری که اگر امروزه شامل حال من میشه این واژه بر اساس این روایت از خانواده ای آمدم که پدر و مادر شیعه هستن و اتفاقا بسیار هم به هم علاقه مندن و حتی اگر شما بخواید از من یک سری آزمایشات بر اساس علم هم بگیرید نشان خواهد داد که من از همان پدر و مادری که امروز میشناسم آمدم و دارم این حرفا رو میزنم. اما ببینیم امام بزرگوارتون که به اصطلاح معصوم و مظلوم هست چه میگه. سپس امام علیه السلام فرمود زنازاده را نشانه هایی است، یکی از آنها کینه ما اهل بیت است و دومین آنها این است که او به حرامی که از آن خلق شده است اشتیاق دارد و سومین آنها استخفاف به دین و چهارمین آنها بدرفتاری و خشونت در مصاحبت مردم و همچنین رفتار را جز شخص بی پدر یا نطفه حیز به کار نمی بندد و این رفتار رو. این هم ادبیات امام به اصطلاح معصوم و مظلوم بوده از کتب اربعه دوستان عزیز شیعه. سپاس بانوسان.